با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، بیستمین روز است از چهارمین ماه، از دوازدهمین سال، از سومین هزاره. روز جمعه است، روز آدینه، آخرین روز هفته هست و آخرین روز هفته کاری تلویزیون میهن. ساعت پایانی برنامه هفتگی خودمون هستیم. ساعت 2:10 است به وقت فینیکس در ایالت آریزونا و همچنین در غرب آمریکا. 5:10 است در نیویورک و واشنگتن شرق آمریکا، به هر کجایی که ساعتش 5:10 است. 11:10 است در اروپا، 10:10 است در انگلستان و 10 بامداد است در ترکیه. خوشحالیم که میتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. در مقدمه برنامه قبلی هم خدمت درس کردم که دوستی بزرگی که سفری از ایران کرده به اینجا و برای تعطیلات و این حرفا دیدار خانواده، به من گفتش که فلانی تلویزیون در ایران صحبتش هست. گفتم که قابل رویت هم هست؟ گفت بله، اونایی که بخواهند و امکانش داشته باشند میتوانند. و باز هم همه منتظر نگفتم نه همه نه، یه عده گفت آره، عده ای که من میشناسم دنبال میکنند و در بخش به حال اونایی که علاقمندن. و اون هم علتش اینه که کسانی که دعوت میشن به این تلویزیون متفاوتن و اون در حقیقت علتش رو در این و اینکه کسانی که زنگ میزنن و صحبت میکنن سوال دارن، غالبا بالای 90%شون سوالات جدی دارن، آگاه هستن به مسائل و من بسیار بسیار خوشحال شدم از این بابت. دعوت میکنم که به فیسبوک ما مراجعه کنید. امروز دیدم که فیسبوک یک مطلبی رو نوشته بود که آقا رقم شما به 900 تا لایک رسید و خوبه و اینجوری و اونا. ما گفتیم ما که نمیفهمیم شما چی میگی، ولی از مردم دعوت میکنیم که اگر براتون امکان داره به فیسبوک ما مراجعه کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv1. به اونجا مراجعه کنی، یه لایکی بزنید دیگه، این دیگه حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. اما چون 20 ماه هست و روز جمعه است، باز برمیگردم به ماجرا. ما در ماه ژانویه درخواست کردیم و گفتیم که ما چند تا کتاب هست، اگر کسی تمایل دارد با ما تماس بگیرید و ما این کتاب ها رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. یکی از کتاب ها کتاب در حقیقت یک مقاله است که آقای آلس جوادی نوشته و درش تجدید نظر کرده، دوباره یه مقدمه برش نوشته. و امروز با توجه به این که در حقیقت دوباره بحث آقای رفسنجانی مطرح شده، داشتن اون مطلب تحت عنوان رفسنجانی شخصیتی که دوباره باید شناخت، آقای آلس جوادی نوشته. اگر تمایل دارید با ما تماس بگیرید، ما اون رو در اختیار شما قرار میدیم. شما همت عالی هر چقدر دلتون خواست به ما بدید دیگه، حداقل از پول پستش کمتر نباشد. بعضی وقتا میبینم که دوستان حتی پولی که میفرستن برابر پول هزینه پستم نیست. بنابراین همت عالی است، هر چقدر که میتوانی به ما کمک بکنی. یکم کتاب آقای مج بود به عنوان رضا شاه و بریتانیا، سالهای 1920 تا 1940 در ایران. یکم بحران مدیریت داریوش برادری است که ما یه چند جلدی ازش باقی مونده، 5 جلد ازش مونده. اگر که دلت بخواد با ما تماس بگیرید، اینها رو برای شما میفرستیم. یه دوستی هم تماس گرفت و گفتش که با تو تماس خواهم گرفت، ولی هرگز با ما تماس نگرفت، شاید فراموش کرده. درخواست کرده بود که کتاب برش بفرستیم، گفتیم آدرستون رو برای ما ایمیل کنید، ما برای شما مطلب رو خواهیم فرستاد. آقای نادر رو هم ازش آدرس رو گرفتیم ولی کتاب رو براش نفرستادیم هنوز. از این بابت از آقای نادر هم عذرخواهی میکنیم. و علتش هم اینه که به حال یه قدری مشکلات دیگر وجود دارد. اگر که بتوانید ما رو تو زمینه مالی کمک بکنید ازت ممنون میشم. این بحث مالی بحثیه که ببینی همه تلویزیون ها و رسانه ها مطرح میکنن. رسا که نمیدونم مال خودشون بود و خیلی هم
آدم ها دنبالش بودن و کدیور و آقای فلانی و اینا همه مهاجرانی و اینا همه توش بودن، نوشت به علت مشکل مالی تعطیل و تعطیل کردن اونا. حالا یه قدش مالی بوده، یه قدش هم مسائل خودشونو دارن، دعواهای خانوادگی که خودشون دارن، ولی ما اینجا دعوای خانوادگی خوشبختانه نداریم، فقط مشکل مالی داریم. اگر میتوانید در این زمینه یاری کنید تا اینکه ما هم به همسایه یاری کنید تا پری شوهرداری کند، شما اگه میشه ما رو یاری کنید تا ما هم این تلویزیون رو بتوانیم ادامه دهیم. یک شخصیتی در ایران وجود داشته به نام آقای آیت الله برقعی، برقعی قومی در حقیقت، برقع یه جاییست در نزدیک مشهد ولی اصالت اینا برقعی ها قومی هستن، ولی اینکه از اونجا می آین برقه است دیگه، در حقیقت همون برقعی که به صورت می زنن پوشش. شخصیت جالبی بوده، این مثلا جزء آیت الله هایی بودش که کمونیست بود و خیلی، و به یک بار به ژنو میره برای روز جهانی هم اول می و این داستان ها، و اونجا قسم به کارگر و قسم به خون و قسم به کارگر، و شروع میکنه در دفاع از کارگر از نگاه اسلام سوسیالیست. در حقیقت میگه که یه خاطره ای هست، میگه آیت الله علامه برقعی قومی در خاطرات خود می نویسد: در خاطرم هست که روزی به قصد عیادت از بیماری در صف اتوبوس منتظر بودم که ناگهان یک ماشین شخصی جلوی من توقف کرد و سرنشین آن مرا به اسم صدا زد و گفت: آقای برقعی بفرمایید بالا. نگاه کردم، دیدم واعظ معروف آقای فلسفی است. سوار شدم. پس از سلام و احوالپرسی شان گفت: آقای برقعی کجایی؟ چه میکنی؟ خبری از شما نیست. گفتم: جناب فلسفی، به سبب عقایدم تقریبا خانه نشین شدم. اگه میدونستی که عقایدم چیست شاید حتی مرا سوار نمی کردی. و مگه شما چی میگی آقا؟ گفتم: من میگویم روزخونی حرامه، کمک به روزخونی حرامه، پول دادن برای اون حرامه. گفت: چرا؟ گفتم: چون روزخونا اون چرا که میگوین اکثرا ضد قرآن است و ضد دین است و در واقع با پیامبر و ائمه دشمنی میکنن. فلسفی متعجب شد و گفت: حتی من؟ و پرسید که: آیا منبرم حرام است؟ گفتم که آره، اونم حرامه. گفت: چرا؟ برای تفهیم مطلبم به او گفتم: آقای فلسفی، یادتان هست در دهه عاشورا در بازار به منبر رفته بودی؟ گفت: بله یادمه، خوب هر سال میرم منبر. گفتم: من یکی از همون روزا که از بازار رد می شدم صدای شما را شناختم و ایستادم که سخنان شما واعظ مشهور و بشنوم. و شنیدم که می گفتی امام در شکم مادرش همه چیز را می داند. گفت: بله، این موضوع در روایات ما ذکر شده، مگه شما غافلی؟ البته مقصود فلسفی روایتی بود که دلالت دارد بر علم امام قبل از تولد، از جمله روایتی که میگوید امام در شکم مادر از طریق ستونهای نور که در مقابل اوست همه چیز را میبینند. گفتم: ولی این مطلب اولا ضد قرآن است که میفرمایید: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی خداوند شما را در حالی که هیچ چیز نمیدانستید از شکم مادرتان خارج ساخت. ثانیا شما آخر همون منبر گریز به صحرای کربلا زدی و گفتی که هنگامی که امام حسین به طرف کوفه می آمد هر جلو او را گرفت و مانع شد که امام به کوفه برسد. امام ناگزیر راه دیگری را پیش گرفت و هر نیز آنها را دنبال کرد تا اینکه به جای رسیدند که اسب امام علیه السلام قدم از قدم بر نداد و هرچه امام رکاب زد و کوشید و نهیب زد و هی کرد مرکبش حرکت نکرد. امام من متحیر که چرا اسب حرکتی نمی کنه. در آنجا عربی را یافت و امام او را صدا زد و از او پرسید: نام این زمین چیست؟ عرب جواب داد: قاضریه یا قاضریه. امام حسین سوال کرد: اسم دیگه هم داره؟ عرب گفت: شاطی الفرات،
امام پرسید اسم دیگه چی؟ اسم دیگه نداره؟ عرب گفت نینوا. امام پرسید دیگر چه اسمی دارد؟ گفت کربلا. امام حسین علیه السلام فرمود ها، من از جدم شنیده بودم که می فرمود خوابگاه شما کربلاست. پس سپس به فلسفی گفتم آقای فلسفی، این امامی که شما در ابتدای منبر می گفتی در شکم مادر همه چیز را می داند و قرآن می خواند، چطور به اینجا که رسید اول اسبش الاغش فهمید و اون سرزمین را شناخت، بعد امام تازه اون هم پس از پرسیدن از یک نفر عرب بیابانی بی سواد محر را شناخت؟ جناب فلسفی، این چه امامی است که شما ساخته ای که نعوذ بالله اسبش بیش از او مطلع می شود؟ آیا این از حب ائمه؟ آیا این از معارف اسلام؟ چرا در مورد معارف، در مورد روایات بیشتر دقت و تأمل نمی کنی؟ که تو که میگی که این همه چیز رو بلد بود و از شکم مادر میدونست و همه چیز میدونست، چطور علاقه اون به تب عرب بود؟ این چه تعریفیه که شد؟ علتش در این نیست، علتش در اینه که ما هنوز هم همینطور، کاری نداره که ما پای منبر آقای فلسفی نشستیم یا پای منبر فلان آدمه نشستیم، فرقی برای ما نمی کنه که ما گوش نمیدیم به طرف اینم چی میگه. ما این هنر شنیدن رو نداریم. فرق براش نمی کنه. خوشحال نشی بگی که مثلا اون خر بود، نمیدونم من فهمیدم اون یکی خره. نه، هنر است، یه جور دانش است، یه جور رسیدن به یه واقع است، و این در اثر ممارست، در اثر تمرین، در اثر آموزش شکل میگیره. نقش حکومت در آموزش و پرورش کدام است؟ چگونه است؟ یه حکومتی در آموزش و پرورش مملکتش چه نقشی داره؟ چیه؟ نقش حکومت فرق نمی کنه، حکومت کجایی باشه، چجوری باشه، فرق نمی کنه. نقش این حکومت در اونجا چیست؟ مطلبی رو دعوت میکنم که تو این بخش آخرین اخبار برید و این کاری که کاوه اونجا انجام میدهد در مردم ریپورت.net برید ببینید. و گله میکرد و میگفتش که گفتم خب برادر من، شما هم یه مشکلی مثل من داری، از یه جایی میای که اون جای بدی بوده و ترمیم کردنش یه ذره سخته و به حال بایستی که محکم بیستی تا اینکه رد شویم. دو تا اتفاق افتاده، یکی این که عده‌ای از بادیگارد ها، محافظین سیکرت سرویس اینجا تو آمریکا بهش میگن، مامورین محافظ رئیس جمهور آمریکا، در سفری که رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما به مملکت کولومبیا داشت چند وقت پیش، چند تا از این محافظاش میرن بالاخره به عیش و عشرت و میرن سراغ فاحشه ها و ظاهرا در کولومبیا این فاحشه ها صاحب حق و حقوق هستن و دولت ازشون حمایت میکنه، صاحب حقن، صاحب صنفن و سازمانی دارن، سندیکایی دارن و به خاطر وجود اون سندیکا حمایت میشون و اینا میرن سراغ اونا و به حال موقعی که کار تموم میشه اون ماموره $30 در میاره به این زن فاحشه پرداخت میکنه و زن فاحشه اعتراض میکنه، میگه ما نرخمون $800 طی کرده بودیم، تو $800 بده. این فکر میکنه که چون مامور دولت آمریکا و سیکرت سرویس و اینا میتونه زور بگه،
اونم میره پلیس میاره و داستان به یک فضاحتی کشیده شده و الان معلوم شده که چند تا از همین مامورای بادیگاردا در ساعتی که ماموریت داشتن که در هتل باشن، مراقب هتل باشن، مراقب رفت آمد ها باشن و جان رئیس جمهور حفظ بکنن، زدن بیرون و رفتن برای کار خودشون و این الان موضوع بحث در رادیو تلویزیون های این مملکت و همه داره زیر سوال میره، از رئیس کل و مدیر کل و همه رو زیر سوال کشیدن. این یه طرف داستانه. یه طرف داستان مربوط می شود به ایران و این مأمور دیپلمات ایرانی، از این جهت میگیم دیپلمات چون که خودش رو دیپلمات معرفی کرده و مسئولیت دیپلماتیک گرفته و از کلانتری زده بیرون و در ماجرای اتفاق در ساو پائولو برزیل افتاده که این آقای رفته توی استخر خانوادگی که ظاهراً اون استخر محیط بوده که خانواده ها بیشتر به خاطر امنیت اونجا میرن و به جور مجموعه در حقیقت بهتری هست، حتما کلاس بالاتری دارد. این دیپلمات هم رفته اونجا و زیرابی رفته و دست زده به دختر بچه های کوچولو و پدر مادره عصبانی شدن و این یارو رو گرفتن و خواستن کتک بزنن و پلیس دخالت کرده و اینو گرفته برده و بعد این تو کلانتری گفته من دیپلماتم و از این داستان رها کرده خودشو فعلا، ولی در ایران میبینی که میاد میگه که نه اصلا هم چیزی نبوده. وزارت خارجه سخنگوش میاد میگه نه اصلا هم چیزی نیست، اینا دروغ میگن، تمام روزنامه های جهان علیه ما هستن و دارن دروغ میگن. نگاه دو تا مملکت به یه موضوع چگونه است در حالی که این یارو آمریکایی رفته سراغ یه کسی که فاحشه است، سراغ بچه 12 ساله مردم نرفته زیرابی شنا کنه انگوش بهش برسونه، رفته معامله کرده، پول داده، هر کاری کرده، حالا قش کرده در معامله، پلیس اومده دنبالش و الان تمام وزارتخونه زیر سواله. ایران میگه نه اصلا ما نبودیم. و همین دلیل مشتبه واحدی یک مطلبی رو نوشته تحت عنوان تفاوت فرهنگی از زندان کهریزه تا استخر برزیل در خدمت رهبر. سفارت جمهوری اسلامی در برزیل با رد اتهام تعدی جنسی کارمند سفارت به دختران نابالغ در استخر، این اتهام را ناشی از تفاوت فرهنگی دانسته. وقتی این اطلاعیه را دیدم متوجه شدم بسیاری از اتفاقات دیگر در ایران هم ناشی از تفاوت فرهنگی است. اگر کسی به دنبال یافتن نمونه از تفاوت فرهنگی باشد، صدها نمونه میتوان ارائه نمون که در این یادداشت کوتاه تعدادی از آنها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. این بهش میگن نسبیت، نه تفاوت فرهنگی. در حقیقت این همون کالچرلیتیوز است یا نسبیت فرهنگی که حتی همین آدمایی که اینجا ازشون اسم برد، آقای رضایفانی، اینا طرفدار این عقیده هستن. وقتی بحث حقوق بشر می شود اونا این حرف رو می زنن. می گوید که مشتبه، سید مشتبه می گوید که در این یادداشت کوتاه تعدادی از آنها را مورد اشاره قرار می دهم. یک، وقتی رهبر جمهوری اسلامی سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامید و در همان سال بزرگترین افتضاح اقتصادی در کشور رخ داد، این اتفاق ناشی از تفاوت فرهنگی بود. رهبر از جهاد و تلاش برای پر شدن جیب عوامل حکومت سخن می گفته، اما به دلیل تفاوت فرهنگی عده‌ای تصور کردند در سال جهاد اقتصادی باید وضعیت معاش خانواده های ایرانی بهبود یابد. دو، در مورد رئیس دولت نیز همین وضعیت وجود دارد. اگر اون میگوید در ایران هیچ کس گرسنه نیست، مقصودش این است که همه گدا گشنه ها در خانواده خود را به نان و نوایی رسانده، اما تفاوت فرهنگی باعث شده که عده‌ای گمان کنند نباید هیچ گرسنه‌ای در سراسر ایران وجود داشته باشد. لذا از دیدن فیلم کوتاهی که یک هموطن بندر عباسی گرسنگی خود را در مقابل احمدی نژاد فریاد میزند تعجب میکند. 31 ماه پیش مهدی کروبی به افشای تجاوز در زندان کهریزک پرداخت.
در آن موقع همه ارکان نظام از جمله رهبر فریاد کشیدند که عده‌ای با این حرفا آبروی نظام را بردن. حال که فکر میکنم میبینم حق با رهبر بود و کروبی تفاوت فرهنگی را درک نکرده. فرهنگی کروبی به آن باور دارد برای انسانها ارزش قائل است و در فرهنگ رهبر حفظ نظام به هر قیمتی مجاز است. پس کسی حق ندارد به روش‌های مورد استفاده برای حفظ نظام از طریق سرکوب مخالفان اعتراض کند. البته در فرهنگ رهبر، این در فرهنگ تمام رهبرانی است که ما تا حالا تو جمهوری اسلامی داشتیم، از خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و همه کروبی و همه، این فرهنگ حفظ نظام اوجب واجبات است رو تایید کردن. اینو من فقط در پرانتز اعلام کنم که فکر نکنی که مثلا اون یکی آدم خوب است و یکی آدم بد است. 4. روزی که محسن رضایی ناگهان شکایت پر سر صدای خود از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را پس گرفت، عده‌ای به او اعتراض کردند که مگه تو نگفتی اعتراض خود را تا آخر ادامه خواهی داد و دفاع از آرای مردم را مانند حفظ ناموس بر خود واجب می‌شماری. آن روز هم حق با محسن رضایی بود، زیرا در فرهنگ او حفظ رضایت رهبر بر هر چیز ترجیح دارد، اما عده دیگر که فرهنگ متفاوتی دارند گمان می‌کردند حفظ ناموس بسیار مهم است. 5. در موضوع استیضاح وزیر کار و برکناری مرتضوی هم به نظر می‌رسد تفاوت فرهنگی علت اصلی برخی سوء تفاهم‌ها بود. در آن ماجرا فرهنگی ترین چهره سیاسی مجلس که مرتباً در وصف رهبری شعر میگوید نامه‌ای به نمایندگان نوشت و خواستار خودداری از استیضاح شد. فرهنگ حاکم بر مجلس هم به نمایندگان تفهیم کرد که نباید پا بر دم شیر بگذارند، اما عده دیگر که در فرهنگ آنها قتل و شکنجه مخالفان قبیح است، بدون آن که به تفاوت‌های فرهنگی توجه کنند، نمایندگان و مجلس و دولت را به خاطر انتصاب یک قاتل به ریاست ثروتمندترین تشکیلات دولتی محکوم میکنند. 6. فرهنگ رئیس قوه قضاییه به او حق میدهد که اعلام کند مهمترین دغدغه برای من حفظ رضایت رهبری است، اما عده‌ای که تفاوت‌های فرهنگی را درک نمیکنند از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقع دارند مهمترین دغدغه او اجرای عدالت باشد. 7. فرهنگ حاکم بر خانواده تعدادی از آخوندهای درباری و مراجع حکومتی با آنها آموخته است که حفظ منافع مادی و توسعه راندخاری آقازاده ها بر هیچ چیز ترجیح ندارد، اما عده‌ای که این فرهنگ را به درستی درک نمی کنند به انتظار نشستند که این گروه از روحانیون درباری در برابر ظلم های گسترده‌ای که در کشور وجود دارد فریاد برآورند. 8. در فرهنگ نظام جمهوری اسلامی حتی افزودن یک روز به عمر نظام متزلزل حاکم بر ایران از هر چیز دیگر مهمتر است، اما عده‌ای که هنوز تفاوت‌های فرهنگی را نشناخته‌اند هر روز به سران نظام ایراد می‌گیرند که چرا در ماجرای خزر کوتاه آمدید، چرا به دروغگویی‌های شیوخ کم مقدار خلیج فارس جواب نمی‌دهید، چرا برای جلب همراهی چین با خود ترکمنچای نفتی امضای کردید و صدها چرای دیگر. اگر که کمی منصف باشیم و همه اتفاقات سالهای اخیر را با تکیه بر تفاوتهای فرهنگی ارزیابی کنیم، ما هم به همان نتیجهی خواهیم رسید که رهبر جمهوری اسلامی و جیرخواران او رسیدن، تفاوت فرهنگی از زندان کهریزک تا استخر برزیلیا در خدمت رهبر و جیرخواران جمهوری اسلامی فقط همین. شما نگاه بکن فاصله راه از کجاست تا به کجا، ما کجا ایستادیم، اونا کجا ایستادن، جهان به کدام سمت میرود، ما در این داستان به کدام سمت میرویم. واقعا خجالت آور. بعد ازش میپرسی میگی چرا، میگه آخه نه راه بسته، یک چون راه بسته خب کاری نمیشه که، بعد صبر کنیم تا راه واشه.
نامه ای که ایران می نویسه به سازمان ملل، خجالت آور واقعا. نمیدونم از کدام قسمتش برات بگم، از کجای داستان برات بگم، اما این نکته است برات خواهم گفت، برای اینکه اینا فکر نکنم خودشون بیان بگن. در ادامه ماجرای واشنگتن بذار این پرده دایره ما برات بکنیم که حداقل ما هم یه چیزی گفته باشیم. در ادامه اینکه چرا نوریزاده رو در اون کنفرانس را ندادن، علتش چی بود که را ندادن، کیا وایسادن جلوش و گفتن فلان، اون شخصیتی که در حقیقت اعتراض میکنه به حضور آقای نوریزاده در اون جلسه، آقای محمد تحوری بوده است و میگوید که اگر که نوریزاده پاشو بذاره اینجا، من و همسرم فاطمه قجو جلسه رو ترک میکنیم. و امیر حسین گنجبه که آدم مذبذبی، آدم ضعیفیه در این زمینه ها و فکر میکنه که اعتبار این جلسه با حضور اوست، یعنی با حضور مثلا آدمایی که اعتبارشون از حضور دیگری بخوان بگیرن، همیشه دوچار این مسائل هستن، به دست و پا میفتن. و علتش هم این بوده که ظاهرن، نه اینکه نوریزاده میگه که من اگه میمدم اونجا، چاخانی میگه من اگه میمدم اونجا من همه دورم جمع میشدن تو هتل جلسه به همه، نه، علتش این نبوده. علتش این بوده که بر اساسی سابقه و ذهنیتی که وجود داشته در جریان ماجرای حرکت های اعتراضی و جنبش 88 و سفر به نیویورک و در اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک، در یکی از همون سفرها که همین آقایون باز هم همین ادعا اونجا حضور داشتن، آقای تحوری، علیرضای نوریزاده، آقای نوریعلا و محسن سازگارا و غیره، میدونی که من یه دوستانی که کامنت می نویسید زیر این صفحه، من خوشحالم که کامنت می نویسید. و امروز آقای بیگدلی یه ایمیلی برای من زده و گفت آقا میگن که تو اینطوری گفتی. من با آقای بیگدلی گفتم آقای بیگدلی بهتره به جایی که شما از دیگری نقل میکنی، خودت بری نگاه کنی ببینی واقعا چیه داستان، خودت برو بخون، نگو یکی دیگه اومد به من اینجوری گفت. من به این کامنت هایی که مینویسید، خب من برای یکی دوتاش پاسخ دادم. نوریعلا این نیست که شما دلت میخواد باشه. نوریعلا جز کسانیست که حرفش معلومه، تصادفا بین همه اینا این تنها آدمیه که آدم میتونه حرفشو بفهمه، پاش رو زمینه، زمینی حرف میزنه، رویایی حرف نمیزنه. هرش اینه که آقا از ابتدام اومده اینو اون مطرح کرد که آقا در مقابل این نظام بدیل نه، بدیلش نه، سابستیتیوت نه، نه یه سابستیتیوت پیدا کنی، در مساو جانشین نمیخواد این نظام، رزرو نمیخواهد این نظام. چون که یکی که مثلا توی زمین فوتبال نگاه میکنی، این یه دی یازده نفر بازی میکنن، یه دم اونجا سابستیتیوت نشستن، اونا میگن سابستیتیوت، بدیل. اگر یکی یه جای اشکالی پیدا شد، یکی میاره اینو میبره جاش میذاره. اینا هماهنگ با هم، اینا توی یه زمین با هم بازی میکنن، این بهش میگن بدیل، بهش میگن سابستیتیوت. آلترناتیو یعنی این، نه مقابل این، ورسس مقابل این، یعنی یه چیزی که مثل این نباشد آلترناتیوش میشود. اگه مثل اون باشد بدیل اونه، بدلیشه، قلابیشه، بدیلشه. نوریالا جزو کسانی است که اومده میگه آقا برای اینکه شما، همون حرفیه که فرض کنید که آقای دستمچی گفت دیگه، آقا این برای اینکه قدرت نداره، بعد قدرت ایجاد کنه، در مقابل قدرت شما باید قدرت داشته باشی. پادشاه میره این شمشیر رو از وسط دوتا شیر ور میداره، پادشاه نمیشینه عقب بگه آقا بری اون شمشیر رو بیاری حالا به من بدین، بعد من فکر کنم ببینم میشه یا نمیشه. پادشاه به صورت سنتی میره میون دو شیر، شمشیر رو ور میداره و میگه من پادشاه هم. و قدرت داشته باشی در مقابل این نظام،
تو باید قدرت داشته باشی. نوریالا جز کسانی است که به این تئوری معتقده، میگه آقا باید آلترناتیو ایجاد کرد. حالا تو بگو که این همراه اوناست، با اصلاح طلبان هست، فلان هست، اینا هست، هم چیزی نیستش که نبوده. اسماعیل خویی هرگز با اونا نبوده، اسماعیل نوریالا هرگز نبوده، منفردزاده هرگز نبوده، خیلی از این آدم ها هرگز همراهی نکردن با اصلاح طلبان. تئوری ها رو تعریف کرد ساعتی پیش و اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای این شکل گرفت که بریم با اصلاح طلبا قاطی بشیم از طریق اصلاح طلبا. همون حرف که آقای براتی میزنه، میگه آقا نظامی که در حال فروپاشیه کاری که انجام میده میره با نیروهایی که از خودش بیرون ریخته، وقتی نظامی، حکومتی، نظامی در حال فروپاشی است، اتفاقی که میفته اون نیروهایی که ازش به بیرون پرت شدن اونا سریعا وارد صحنه میشن و اونا برای اینکه قدرت خودشون رو بتونن اعلام کنند و مستقر کنند، دستشون رو دراز میکنند به اپوزیسیون همسو. اپوزیسیون همسو یعنی همینایی که الان آقای چی برامون تعریف کرد که تفاوت اینا چیز، هرگز نمیرود با لایک دموکرات، ولی میره با فرخ نگهدار، میره با آقای شهر، میره با آقای براتی، میره با این امیر حسین گنجبخت. در اونجا اعلام کرد داستانو که آقا ما اصلا اصلاح طلبا اینا دنبال بدیلن، دنبال آلترناتیو نیستن. اتفاقی که میفته اینه، میگه اگر که فرض کن که این نوریزاده که با نوریالا رفیقن و در حقیقت تایید میکنه نوریالا رو، اگه وارد صحنه بشه این دوتا پررنگ میشن، ما لوزر میشیم، ما بازنده میشیم. بنابراین اگر که نوریزاده وارد صحنه بشه به خاطر اینکه نوریزاده و نوریالا با هم دیگه به یه جبهه میرسن، ما جبهه‌مون ضعیف میشه، پس اگه این بیاد ما به هم میخوره دوستان. این همه ماجرای عدم حضور آقای نوریزاده است. حالا یا آقای نوریزاده بره بگه من عکس ازم گرفتن تو وین و نمیدونم اینا، اونا دیگه داستان دیگری است. من اگه میومدم تو لابی میشستم همه بدن دو، نه اینجوری نیست. نه، علتش این بوده که اگر این میومده، نوریزاده وارد میشده، همسو میشده با نوریالا، میشدن دو تا قوی در مقابل یه مشت ضعیف. اونم اینو فهمیده، گفته آقا به این دلیل این نیاید، این همه ای ماجراست. گرفتاری ما از این دست برادر. به جای اینکه همه حرفی که آقای فانی میزنه، میگه به جای اینکه بره دنبال این باشد که یک حرکتی مددی اومده بیرون رو بری دنبال اینو قوی کنی، اینو پررنگش بکنی، در انتظار گدوست، در انتظار اینه که نشسته منتظر دترمینیسم تاریخ است، منتظر نسل نظامی که رو به بحران فروپاشی میرود، کسانی که از درونش به بیرون پرتاب شدن اونا طبیعتا وارد صحنه میشوند. مثال هم میزنه، میگه مثل مصر هست، تو فیسبوک ما این نوار هست، برید نگاه کنید. بعد اونا دست میکنن به سمت ما، برای اون روز آماده باشید و اینا شما رو حفظ میکنن، نگران نباشید، محافظتت میکنن. حرفی که عباس عبدی در تهران میزنه، حرفی که داریوش قنبری میزنه، میگه بله ما برای برون رفته از این داستان چهار تا شخصیت داریم، اینا باید کاندید ما برای رئیس جمهوری بشن: حسن خمینی، عبدالله نوری، اینا بشن مثلا کاندیداهای ما. راه برون رفته ما از این داستان اینه. یه موش ندانم کاره، یه موش آدمیست که گوش نمیده، دوست داره بنویسه، همچه کامنت بذاره و فوش بده.
مقاله توی بخش آخرین اخبار که بری، اونجا این مقاله مجتمع واحدی هم اونجا هست، میتونید بهش مراجعه بکنید و ببینید ماجرا رو. سفارت ایران در برزیل گزارش‌های مربوط به تخلف جنسی یک دیپلمات عضو این سفارتخانه را ناشی از تفاوت‌های فرهنگی دانست و نادرست خوانده. در پی گزارش‌های حاکی از اینکه حکمت الله قربانی عضو سفارت ایران در برزیلیا پایتخت برزیل چند دختر نوجوان را در یک استخر شنا مورد تعدی جنسی قرار داده، سفارت جمهوری اسلامی در برزیل اطلاعیه منتشر کرده و گفته که اتهام تعدی جنسی علیه این فرد نادرست بوده و حاصل سوء تفاهم ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی بوده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت ایران در این اطلاعیه پوشش خبری رسانه‌ای تعدی جنسی آقای قربانی را محکوم کرده و گفته است که نشریات عموما نسبت به موضوعات مربوط به کشورهای مانند جمهوری اسلامی موضعی تبعیض‌آمیز اتخاذ میکنند. حالا اگه فرض کن که حرف شما درست باشد، مثلا بنا کنیم مثل ماجرای صدام حسین که اون بچه رو بغل کرده بود، هی میخواست مثلا نشون بده به غرب که من آدم مهربانیم با بچه اینجوریم، تو چشم عده این میومد که این آدم بچه بازه، پدوفیله. الو بفهم آقا، شاد داد نزن، داد نزن، یواش بگو میشنم عزیزم. سلام عرض کردم آقای بهبانی، منصورم از کالیفرنیا. آقای منصور قربانت، تا یه لحظه پیش بهتر بودم. من میخواستم سریع نظرمو راجع به این دو خبری که البته شما همین الان گفتی، راجع به این دو خبری که ام کردید، میخواستم اینو بگم که آمریکایی آدم بیشوری بوده اون یارو سیکیوریتی که رفته اون کار رو کرده در آمریکای جنوبی، در کلمبیا. ایرانیه هم بیشور بوده، این نقطه نظر منه، هم بیشور بوده، هم بچه باز بوده، هم ریپیس بوده. در نتیجه ما تو جایزه رو بردیم، مقام اول رو کسب کردیم در این باب. ممنونم، متشکرم. خدا بله. تازه اگر که تفاوت فرهنگی باشد، خب این کارمند سفارته، نباید آموزش داده باشد به این، نباید بهش بگن که آقا در اونجا نمیرن با بچه های مردم ور برن. اگر شما صدام حسین رو دیدی اون کارو کرد، اون صدام حسین بود، مدود میخواست بگه من آدم مهربونیم، یه بچه رو گرفته تو بغلش، این بچه رو میمالوندش که آقا من بچه آدم مهربونیم، من پدرم نمیدونم فلانم، نوه دارم، اینجوری هم اونجوری هم. این ماجرا با این یکی کاملا متفاوته. خب نمیدن تو استخر شنار دست بکنن تو لگو پاچه دختر مردم، بچه مردم، که چه تفاوت فرهنگی وجود داره. شما بایستی این رو تعلیم بدی به یارو، تازه اگر درست بگوییم باید بهش تعلیم بدی که آقا توی همچی جامعه همچی کاری نمی کنی، کار خطاست. بفهمی شما آقای بهبانی، میتونم به صورت ناشناس عدمت سبیر خدمت، منظورم به شما نمیرسه، بگو آقای ناشناس، بگو چقدر این ادب ادب مؤدبانه است، بگو آقا. اگه دوست ندارید نگم. الو بفهمی. ببینید آقای بهبانی، برای من یک کمی تعجب آوره که شما یک نحله فکری رو قبول ندارید و ردش میکنید به صراحت و رهبرشون هم رد میکنید، بعد میاید از رهروان اون رهبر در برنامه‌تون استفاده میکنید و به استناد صحبت‌های ایشون و
بعد مطالب دیگه ای رو تایید میکنید. من یکم واقعا متعجبم، حیرانم چجوریه که شما رهبر خط فکریشون رو قبول ندارید، بعد رهروش رو میارید و صحبتاشو میشنوید و به استناد صحبتایشون مطالب دیگر رو مورد تایید قرار میدید. خیلی ممنونم. ما که نفهمیدیم، یه آدمی رو میاری یه مجهول حرف میزنی، ما که نفهمیدیم. اگه یکی فهمید برای ما ترجمه کنه. رهبر فکری رو قبول داری نداری؟ شما که حتی بیان اسم قلابی خودت عاجزی، برادر من، شما که این پایه از ادب رو نمیفهمی واقعا. که آدم وقتی وارد یه جمعی میشه سلام میکنه، خودشو معرفی میکنه، شما در این پایه رو بلد نیستی. بقیه داستان شما هیچ بنا بر این سنگ قرار نمیگیره، هیچ چی رو این استوار نمیشود. بعدم موهوم، رهبری رو میاری رهبری رو نمیبری، اینا موهومات هست. من اصلا به موهومات برام ارزشی نداره. اون چیز برام مهمه اینه که آدم قرص قوی حرفشو بزنه، جرأت کنه حرفتو بزنه. مثل هر جمعه میریم سراغ آقای دکتر نوریالا و جمعه‌گردی آقای دکتر اسماعیل نوریالا رو با هم دنبال میکنیم. این هفته در سایت نیوک سکولاریست به بخش تو سایت ما، تو درباره ما که بزنید لینکستان هست، در لینکستان که مراجعه بکنید نیوک سکولاریست در کنار سایر لینک هایی که هستن اونجا هست. دعوت میکنم که پارس دیلی نیوز رو فراموش نکنید، برای اینکه به حال اونا هم زحمت بسیار میکشن، اونا هم فکر ما هستن. این سایت ها با هم متفاوتن، همشون یه گله نیستن، تفاوت دارن. تو باید جایی رو بری که همسوی توه، هم فکر توه. پارس دیلی نیوز جز اون سایت هایی که هم فکر ماست. هیچ گونه مماشاتی با اصلاح طلبان ندارد، تفاوت گذاشته بین بدیل و آلترناتیو، فهمیده اینو. آقای نوریالا میگوید ترسی بدتر از مرگ. شرکت نیم دلانه در کنفرانس زنده‌یاد مرداد مشایخی در واشنگتن از یک سو و خواندن مطلبی از عباس عبدی اصلاح طلب مقیم تهران از سوی دیگر چشمنداز جدیدی را به روی من باز کرد. بفهمید. با عرض سلام محمدم، خاطره از سفرا بود، میخواستم خدمتون عرض کنم. خوشحال میشم آقای محمد. در سال 1981 در مانیلا سفیری بود به نام آقای صادق زیبا کلام که الان آزادی خواه جدیده. آفرین. ایشون اتاق شکنجه داشت، کسایی که با پیرن آستین کوتاه یا عطر استفاده میکردن تنبیه میکردن. و دانشجوی به نام شاروخ میساقی رو که در تظاهرات شرکت کرده بود روز روشن به قتل رسوندن همراه تیمشون. و هنگام تشییع جنازه این دانشجو نارنجکی به پناهجوها پرت کردن که 70 زخمی به جا گذاشت. ایشون همین جارچی آقای رفسنجانی به نام آقای صادق زیبا کلام بودند. من بیشتر مزاحمتون نمیشم. ممنونم از خدا. سپاسگزارم آقای محمد. ممنونم از لطف. حالا عباس عبدی رو که میخواد بگه این جالبه. عباس عبدی سالها معاون وزارت اطلاعات بوده همراه تئوریسین دیگرشون آقای حجاریان که نمرد. میگوید شرکت نیم دلانه در کنفرانس زنده‌یاد مرداد مشایخی در واشنگتن از یک سو و خواندن مطلبی از عباس عبدی اصلاح طلب مقیم تهران از سوی دیگر چشمنداز جدیدی را بر روی من باز کرد و در دو سوی ساده لوحی و محاسبه غلط یا حتی سوء نیت و غرض‌ورزی و توطئه اعماق ترسی را در رابطه با آینده دیوان سالاری کشور و نیز داستان حقوق اقوام یا ملیت‌ها یا هر عنوان قراردادی دیگر نشانم داد که انقلابیون سابق آن را در میان مردم می‌پراکنند
و خودشان هم تحت تأثیر آن به محافظه‌کارانی فلج تبدیل شدند. همین ترس محافظه‌کاران سنتی نیز به ترسی بدتر از مرگ کشانده. و واژه‌های براندازی و سرنگونی و حتی انحلال طلبی را در قاموس بخش بزرگی از اپوزیسیون حکومت اسلامی مکروه و مردود کرده است. من با این مسئله قبلا و نخستین بار در گفتگوهای شبکه سکولارهای سبز با دوستان سازمان جدید و تأسیس جمهوری خواهان ایران روبرو شده بودم، آنجا که از من پرسیده شد که شما چگونه میخواهید مملکت را منحل کنید. من ابتدا جا خوردم، اما به زودی دریافتم که وقتی رژیم و مملکت یکی گرفته شوند، خود به خود کار انحلال رژیم هم با کار منحل کردن مملکت یکی گرفته می شود. اما در این حال معلوم بود که این یکی انگاری چندان هم اثر کج‌فهمی نیست و لازم است که دلایل بنیادی آن را بکاویم و بشناسیم. در کنفرانس مرداد مشایخی برام آشکار شد که در واقع موضع‌گیری انقلابیون سابق بر این استدلال استوار است که در فقدان یک رهبری کاریزماتیک و یک دولت مرکزی مقتدر، هر نوع دست زدن به ترکیب حاکمیت کنونی شیرازه کل مملکت را از هم می پاشد و از یک سو دیوان سالاری و دستگاه مدیریت مملکت از کار می افتد، از سوی دیگر اقوام یا به زبان خود اقوام ملیت ها سر به شورش برمی دارند و مملکت را تکه تکه می کنند. بدین ترتیب دوستان انقلابی سابق ما با در دست داشتن چنین احتجاجی با افتخار در کنفرانس مهرداد مشایخی اعلام می داشتند که ما برانداز نیستیم، چرا که از نظر آنان براندازی یا انحلال طلبی حکم ماجراجویی سیاسی و حتی خیانت از سر خیر سری را دارد و باید با آن مبارزه کرد. در همین راستا بود که دیدم طرح انتخابات آزاد با آن صورت که از جانب این دوستان ارائه شد در واقع راهکاری دودم همچون ذوالفقار علی برای حفظ نظم مملکت در عین گذار به دموکراسی است. از یک سو برای جلوگیری از هرج و مرج دولت مقتدر مرکزی و دیوان سالاری و دستگاه سرکوبش بر جای میماند، اما از سوی دیگر همین حکومت در برابر مبارزات مدنی این دوستان چنان ضعیف است که تن به انتخابات آزادی میدهد که سرشت آن را به صورتی مسالمت آمیز دگرگون و دموکراتیزه میکند. اما این دوستان بر این نکته نیز واقفند که خود به تنهایی دارای قدرت کافی برای این ایجاد این معادله کجدار و مریض نیستند، چرا که نه در حکومت جایی دارند نه در بین مردم نفوذی. پس به طور طبیعی جذب نیروی می شوند که می تواند مجری تر انتخابات آزاد آنان شود. داستان همکاری چپهای توده‌ای و اکثریتی از یک سو، جمهوری خواهان متحد آنان از سوی دیگر با اصلاح طلبان مذهبی نیز بر همین تحلیل استوار است. یکی از لحظات جالب در کنفرانس مرداد مشایخی آن زمان بود که وقتی دکتر امیرحسین گنجبخش همین طرح انتخابات آزاد سازمانشان را ارائه داد و سپس اعلام داشت که ما برانداز نیستیم و با اصلاح طلبان همکاری میکنیم، میپرسیدم که شما به عنوان یک نیروی سکولار دموکرات چرا به جای همکاری با انحلال طلبان به دنبال استحکام روابط خود با اصلاح طلبان هستید؟ و به جای ایشان آقای آرش غفوری که طرح نجات رژیم اصلاح طلبان را ارائه کرده و در پشت میز پنل کنار آقای گنجبخش نشسته بود به من چنین پاسخ داد: برای اینکه ما اصلاح طلبان نیروی واقعی و قوی هستیم، اما شما انحلال طلبان نیروی نیستید. من قصد مهاجمه با ایشان را نداشتم، چرا که به یک معنی وقتی انحلال طلبان با همه تعدد و گستردگیشان هنوز نتوانستند که با ائتلاف و اتحاد عمل
تبدیل به یک نیروی منسجم شوند، اصلاح طلبان هم بدون در نظر گرفتن تحولات دائم التزاید کنونی گرفتار اشتباه محاسبه شده و فکر میکنند که در آینده نیز دست بالا را خواهند داد. اما در این حال این سخن ایشان نشان میدهد که اصلاح طلبان در مورد دلایل آویختن چپها و بخشی از جمهوری خواهان به دامن خود درک کاملا روشنی دارد، درکی که میتواند همیشه سکولار دموکرات های هراسیده را در وضعیت دست دوم کنونی نگه دارد. حال میرسیم به نظرات آقای عباس عبدی، چهره سرشناس اصلاح طلب داخل کشور، که همین حراس را در قالب ارائه راهکار در اندام جامعه تزریق میکند. او مینویسد نهادهای جامعه مدنی ایران بخش مهمی از کارکردهای خود را در انسجام اجتماعی از دست دادن و این جامعه صرفاً بر اساس چسب زور قدرت روی پای خود ایستاده است و در غیاب این چسب به سرعت شکاف‌های عمودی و افقیان که بسیار هم عمیق است فعال شده و جامعه را چند پاره خواهد کرد و تا بازگشت به حداقلی از ثبات و پایداری هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد. بنابراین هر کوششی برای جایگزینی قدرت بدون آنکه معطوف به بازسازی سایر نهادهای جامعه باشد به چیزی جز اضمحلال و فروپاشی کمکی نمی‌کند. موازنه قوای لازم میان حکومت و منتقدانش برای رسیدن به یک تعامل و تفاهم سازنده برقرار نیست. این امر به دلیل بهره‌مندی ساخت قدرت از سرانت اقتصادی نفت، سیاست خارجی، حضور آمریکا در افغانستان و عراق و سیاست داخلی اشتباهات منتقدان است. ایمان و باور داشتن به اینکه سررسید هر سرانت به زودی خواهد رسید رکن اصلی این تحلیل است، ولی اصلاح طلبان می توانند موضع خود را به گونه ای تعریف و ارائه نمایند که متناسب با آن قدرت لازم را برای موازنه به نمایش بگذارند. اگر این تعریف چنان باشد که جز به نابودی طرف مقابل خط نشود، در این صورت موازنه قوا برای تحقق این مسئله پس از تبدیل ایران به محیطی خواهد بود که عراق فعلی در برابر آن جامعه امن و آباد شناخته می شود. ولی اگر این تعریف در چارچوب منطقی و متناسب با محیط اجتماعی باشد، نه تنها منطقا دستیافتنی است، بلکه سریعتر از آنچه که گمان می رود حاصل خواهد شد. اینا حرفای آقای عباس عبدیه که دیروز برات خوندیم، تو فیسبوک هم گذاشتیم، میتونی اونجا مراجعه کنی همه مطلبش رو ببینی. این همون ماجرایی که ما در همون 88 گفتیم آقای میزه پدر میزنه کنار، میگه آقا نگاه کن پایین، ببین جمعیت رو نگاه کن، الان در میان ها، اگه تو به ما ندی میگه آقا بلند شو به کارت بابا، گم شو، انداختشون بیرون. راهکاری شکست خورده. میبینید که نظریه پردازان اصلاح طلب نه تنها از دوستان چپ اکثریتی جمهوری خود پیچیده تر فکر میکنن، بلکه قادرند تا در راستای ترسیم آیندهی مخوف پس از فروپاشی حکومت اسلامی در همه، یعنی در همه اشکال خود، دلایل محکمتری را ارائه دهند. دلایلی که چون نیک بنگریم جایی برای بازسازی غیر خودی های متوهم باقی نمیگذارد. حال اندکی هم به نتایج عملی این گسترش وحشت از آینده بی حکومت اسلامی بپردازیم. از نظر من و به خصوص در خارج کشور، یکی از مهمترین نتایج این وحشت دوری جستن این نیروهاست از انحلال طلبان که از نظر آنان تنها هرج و مرج می آفرینند، و نیز پرهیز کردن از نزدیکی به نیروهای قومی که از نظر آنان نیروهای بالقوه تجزیه طلب محسوب می شود. در واقع هرج و مرج و تجزیه بهترین پناهگاه هایی هستند که اصلاح طلبان به عمد و چپ های اکثریتی سابق و ولاحق از راه تحلیل های شبه لیبرالی خود پشت آنها پنهان می شود، و این اشتباهی جبران ناپذیر است. چرا؟ نخست باید لحظه فکر کنیم که وحشت این دوستان به جا و درست است و
و سقوط کلی حکومت اسلامی موجب هرج و مرج و تجزیه می شود. در این صورت تنها راه نجات برای آنان جلوگیری از سقوط این حکومتی حکومت و حتی بازگرداندن اقتدار سرکوب به آن است. در آن صورت آنها نه تنها برانداز نیستند، بلکه نگهدارنده و حافظ این حکومت محسوب می شود و چاره ای هم جز پیروی از اصلاح طلبان ندارند و نوعی زائده و آپاندیس اصلاح طلبی محسوب می شود و انتخابات آزادشان هم به یک داستان تخیلی شباهت می یابد. اصلاح طلبان هم با استدلالی که عباس عبدی در نقل قول بالا می کند هم از حدود و ثغور اصلاح طلبی خارج شده و به شدت راه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود را در پیش می گیرند و عملا در آینده تنها در لفظ اصلاح طلب می مانند و در عمل ناجی و احیاگر نظام جهنمی اسلامی خواهند بود. دو نکته دیگر اینکه این دوستان هیچ استدلالی جز اظهار شعارهای آتشین و نشان دادن رگ گردن شبه ناسیونالیستی در مورد هرج و مرج و تجزیه چیزی در چنته ندارد. در اواخر رژیم گذشته نیز گفته می شد ایران در پی سقوط رژیم دچار هرج و مرج و تجزیه خواهد شد، اما ایران بدبخت شد بیان که دچار هرج و مرج و تجزیه بشود. اگر دیوان سالاریش از کارهای افتاد، نه به خاطر سرکشی های دیوان سالاران حقوق بگیر دولت، که به خاطر نادانی و جهل زمامداران تازه به قدرت رسیده بود. اگر از کردستان و ترکمن صحرا و بلوچستان و خوزستان خون جاری شد، نه به خاطر تجزیه طلب مردمان این سرزمین ها، که به خاطر بیخردی حکومتی بود که ارتباط دموکراسی و عدم تمرکز را نفهمید و در راستای نیت شوم و آشکار باستولید و استقرار استبدادی قرون وسطایی و آدم کشی پرداخت. براستی های اگر هدف حکومت برآمده از انقلاب استقرار دموکراسی در ایران بود، به کشتارهای دست جمعی دگراندیشان و سرکوب اقوام و پیروان مذاهب گوناگون که خواستار استقرار حکومت‌های ایالتی و ولایتی عهد مشروطه بودند نیازی وجود داشت. سه دیگر این که اگر حتی بدون کوچکترین دخالت انحلال طلبان، اصلاح طلبان و اقمارشان نتوانند از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگیری کنند و کشور دچار هرج و مرج و تجزیه مورد پیش بینی آنها شود، باید دید که راه حل این دوستان چیست و برای این سناریو چه چاره ای اندیشیدن. بازسازی حکومت مقتدر مرکزی حتی اگر صفت اسلامی بر آن افزوده نشده باشد، سرکوب و کشتار مخالفان، لشکرکشی به چهار گوشه ایران و کشتار مردمان مرزنشین ناراضی، و اگر تئوری لزوم رهبری کاریزماتیک برای انجام این کارها درست باشد، آن وقت این دوستان رهبر کاریزماتیک مورد نیاز خود را میخواهند از بین کدام آقازاده ها استخراج کنند. یکی دیگر از لحظات جالب در کنفرانس مرداد مشایخی زمانی بود که پس از سخنان دکتر گنجبخش درباره تر انتخابات آزاد، گروهشان مهندس حسن شریعت مداری اجازه سخن گرفت و گفت آنچه دکتر گنجبخش درباره تر انتخابات آزاد گفت تنها یکی از برداشت‌ها از این مفهوم است و من که خود معتقد به استراتژی انتخابات آزاد برای گذار به دموکراسی و نیز اهل مذاکره با همه طرف‌های سیاسی هستم، این برداشت را نمی‌پذیرم و توسل به فدرالیسم را راه چاره‌ای برای جلوگیری از آینده نامطلوبی برای ایران می‌دانم. به گمان من در این سخنان عمق امید بخشی وجود داشت، مبنی بر اینکه شخصیتی همچون مهندس شریعت مداری گام به گام خود را از معتقدان به انتخابات آزادی که هم حکومت را ضعیف می کند و هم نمی کند جدا می کند و در این مورد هم سخن خود را با این تذکر آغاز کرد که من با دوستان سازمان جمهوری خواهان رفیقم اما جزوشان نیستم. تر انتخابات آزاد لزوماً ربط مستقیمی به همپیمانی با و امید بستن به
اصلاح طلبان ندارد و در این حال از آنجا که وسیله بیش نیست میتوان با تعیین هدفی قاطع، یعنی تا حد انحلال و براندازی برای آن، از این طرف در راه ایجاد آلترناتیوی سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی استفاده کرد. لازم است که فکر چاره را قبل از روز واقعه کرد. فاصله همکنون تا سقوط حکومت اسلامی را باید فرصتی مقتنم شمرد برای چاره اندیشی های کارساز، مذاکرات سازنده، راه حل جویی های قابل اجرا و زمین سازی برای جلوگیری از باز استبداد تولید یا باز تولید استبداد. سخن نگفتن با اقوام یا ملیت ها، به درد و دلشان گوش ندادن و در ذهن خود دنبال یافتن وسیله‌ای برای سرکوب سرکشی های آنان در آینده بودن، اتفاقا همان فردایی را تضمین می کند که این دوستان ما از آن می هراسند، حالان که زبان خواستای خود آنان را به کار بردن و از واژگان ملیت و فدرال ناسزا نساختن و در داد و ستدی ملی و متمدنانه آنچرا که آنان میخواهند تضمین کردن و آن را به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی کشور گره زدن، همه کارهای اکنونی و اینجایی است. هرچند که تصمیم گیری نهایی موکول به انحلال حکومت کنونی و نوشتن قانون اساسی سکولار دموکرات آینده باشد، اکنون فرصتی است برای گفتگو و راه حل جستن و فردا وقتی است برای اینکه حاصل این گفتگوها و راه حل‌ها را در برابر مجلس مؤسسانی که سرنوشت نسل‌های بعدی ما را رقم می‌زند نهادن. دوست دارم بر این نکات نکته‌ای از آن خود را نیز اضافه کنم که با آنها چندان بی ارتباط نیست. کاملا آشکار است که گریز از نزدیک شدن به مسئله اقوام یا ملیت ها در آن سوی معادله نیز تأثیر سوء خود را به جا نهاده و هر گونه بدبینی و سوء ظن طبیعی در بین اعضای آن را عمیق‌تر از همیشه کرده است. مثلا من همیشه فکر می‌کردم که اگر قرار است یک کنگره ملی برای نجات ایران از چنگال حکومت اسلامی تشکیل شود، حق این است که برگزار کننده و میزبان این کنگره احزاب قومی یا ملیتی باشند. چنین نمایشی هم مقام اکثریتی مجموعه اقلیت‌های ایران زمین را نشان می‌دهد و هم مالکیت مشاع همه آنان بر سرزمین را جلوه‌گر می‌سازد و هم هر گونه شایبه تجزیه طلبی را از میان برمی‌دارد. اما سال‌هاست که این نهادها در لاک خود فرو رفته و حتی وقتی نمایندگانشان به نشست‌های عمومی همچون کنفرانس مهرداد مشایخی می‌آیند، از یک سو حالت تهاجمی دارند و از سوی دیگر موضع دفاعی. بدینسان به اعتقاد من در برابر این همه سوء تفاهم و سیاست بازی که در میانش اصلاح طلبان به گلالود کردن آب مشغولند، باید امید را به اقدامات ملی و سراسری رهبرانی بست که میکوشند دری را بسته نگذارند و بین موقعیت کنونی آینده خود تفاوت گذاشته و اولی را فدای دومی محتمل نکنند. چرا که در اینجا و اکنون نه پادشاهی در واقعیت به کار مشغول است و نه کسی بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است و همه تنها به قدر شهامت خود در مسیر بازبینی آینده و اقدام در راستای شکل دادن به آن دارای وزن سیاسی هستند. چرا که در کار مبارزه سیاسی مصلحت اندیشی حقیرانه و آویختن به بهانه هایی که چاره پذیرند و چاره ناپذیر نشان داده می شوند، آدمی را به جای حل مسئله تبدیل به آدمی را به جای حل مسئله تبدیل به جزی از خود مسئله می کنند. من فکر کنم که دیگه با تمام هرچی که باید بگه بیچاره داره میگه دیگه. نه شاهی در کار است، نه جمهوری در کار است، نه رئیس جمهوری داریم نه پادشاهی داریم. اینا توهمه. شما میگی که آقا مملکت میخواد تجزیه بشه دیگه، شما همینو میگی، میگی آقا یه عده
نمیدونم اسرائیلیا رفتن پشت سر اونا قرار گرفتن و تجزیه طلبا و اینا و همه میخوان خیانت کنن، مملکت ما رو تیک پاره کنن. درست، همه اینا درست. راهش چیه؟ اگر تمام این فرمایشات این عزیزان درست باشد، به نظر شما راهش کدام است؟ پشت اونو بکنیم بهشون؟ سرمون بکنیم تو برف؟ بزنیمشون؟ کتکشون بزنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ لشکر بکشیم مثل آقای خمینی ببریم بزنیم نابودشون کنیم؟ تموم نمیشه که. یه را بیشتر نداره آقا. بری باش حرف بزنی، بری ببینی چی میگه، ببینی چی میخواد. تو اگه رفتی با یارو نشستی حرف زدی و گفتگو کردی و باش با دلش را اومدی، خب اون یارو که پدر سوخته تجزیه طلب رو خلع سلاح کردی، این نیرو رو جذب خودت کردی. نه، اینا تجزیه طلب آقا، اینا میخوان مملکت یک پارچه ما رو فدرال کنن. من فدرال مال اوناست که تیکه تیکه بودم، میخوان فدرال. اینا مزخرفات. خب نگاه کن به عراق، ببین الان داره چی میگه یارو بارزنی. جهان مناسب کار نیست. اگر مناسب کار بود به طور قطع و یقین میپریدن بارزنی رو هواش میکنم. بله آقا، چون که در یوگسلاوی زمان مناسب بود، کردن، شد. پنج کشور درست کردن، از کشوری که مارشال تیتو جا گذاشته بود پنج کشور درست کردن. تیتو زحمت کشید. بفرمی جانم. سلام آقا، آقای آروش بفهمید اجازه. میتونم صحبتم بکنم؟ حتما، چرا که نه. ما هم یه استراحتی من شخصا چیزی نمیبینم به نام تغییر طلبی. من اصولا شخصا چیزی به نام تغییر طلبی نمیبینم و من فکر نمی کنم که، یعنی من اینجوری فکر می کنم اون آذربایجانی در این 50 سال، 40 سال یا 30 سال یا 70 سال یا 60 سال در همون آذربایجان هم خیلی در انستراکچر این سیستم کار کرده، همون جوری که اون خوزستانی در جای دیگه کار کرده. این رو فکر نمی کنم مثلا کره یا آذربایجان یا مثلا اینها به همین راحتی این کارهایی که توی من بکنن انجام دادن به هر سوی هر جایی مثلا دیزل کنن برای من یه قسمتی. من این چیزی رو نمی‌بینم. از طرف دیگه مسئله که من مدت ها قبل با شما صحبت کردم، باید همش اینا گفتگو بشه و دکومنتیشن بشه. یعنی حتی کسانی که حتی آدم حدس میزنه 10 نفرن 20 نفرن و اینا واقعا بخوان جدا بشن و به عنوان جدایی ها هستن، با اینا هم باید گفتگو بشه و گفتگو باید به صورت دکومنتیشن بشه که همه ببینن. حتما. یعنی مسئله سوم خواستم از شما سوال بکنم، شما امکانی باشه، به غیر از خانم قاسمی کسی ویدئوی کنفرانس واشنگتن رو نداره؟ و با اینکه خانم قاسمی هم زحمت کشیدن، باز ویدئوها کامل نیست، ولی امکان دیگه وجود نداره. این صحبت هایی که آقای حسامی و آقای شهرام همایون کرد 2 ساعت و بعد مسائل دیگه و بعد گفت تا الان 2-3 مقاله آقای نوری علایی و دیگران، اینا من فکر میکنم خیلی ها اصلا این ویدیوهای کنفرانس واشنگتن رو ندیدن. نه ولی من هم ندیدم، من خودم هم ندیدم. یعنی ولی من نظرم اینه که با این که خانم آسمین انجام دادن به نظر من کاملم نیست، ولی غیر از این هیچ راهی نیست. این رو آدم در چند مرحله نشون بده، یه ده ببینن اصلا چی جوری صحبت میکنه، کی چی میگه، اون چی میگه، مثلا حرف اون چی میگه. چون الان همش ما میشنویم که اون یه مقدارش می‌نویسه، اون یه مقدارش می‌نویسه، اون یه مقدارش میگه. بعد اون بحثی که آقای همایون با آقای رسامی داشتن و این چیزا و اون جریان آقای نوریزاده که شما فرمودین، من متوجه نشدم. من نمیدونم که، ولی مثلا آقای تحوری به خاطر آقای نوریزاده بود، والا من داستان رو متوجه نشدم. شبتون بخیر. بله. نه، آقای تحوری در یک جلسه دیگری در
چند سال پیش، دو سال سه سال پیش، در یکی این جلسات که در یه بار آقای نوریالا راجبش حرف زد، تو همین تلویزیون هم حرف زد، که ما رفتیم به نیویورک و در یک نشستی که شام بود، شام میخوردیم و اینها، و من اونجا این طرح رو مطرح کردم دوباره و گفتم که آقا تنها راهش اینه که ما یه آلترناتیو بسازیم در مقابل جمهوری اسلامی. شما نمیتونید از طریق اصلاح طلبا کارشون حفظ نظام است. حفظ نظام اوجب واجبات است. اونا آدمای دینی هستن، من و تو بی دینی. اونا که بی دین نیستن که، اونا اعتقاد دارن به شریعتی دیگه، خوب خوبشون معتقده به شریعتیه دیگه. شریعتی عنصر دینیه، عنصر ضد دین که نیست که، عنصر غیر دین. خوب خوبشون تازه میگه راه شریعتی رو بروید، امام حسین، کربلا، این حرفا میزنه، حرف دیگه نمیزنه شریعتی که. پس بنابراین چون اونا ذاتن اندیشهشون اندیشه دینیه، بفهمین شما. آقای بهبهانی، من مجدد مزاحم شدم، میتونم دو تا سوال از شما بکنم؟ بفهمین. شما این نوشته آقای نوریالا رو خوندید، بسیارم زیبا خوندید و حق مطلب رو ادا کردید. شما با این فرمایشات آقای نوریالا موافقید یا مخالفید؟ من موافق آقای نوریالا هستم، من تایید میکنم آقای نوریالا. موافق نظریهشون هستید؟ بله. شخص و کار ندارید؟ نه دیگه، چکار نرفید، بفهم. بعد اون وقت فرمایشات اون کسانی که در لباس جمهوری خواه مطالبشون، مطالب نوع دیگه ای رو میگن، اونا رو هم شنیدید و میدونید تا حدی؟ با اون موافق یا مخالف؟ نه، 100% مخالفم. با تعریفی که امروز آقای فانی برامون داد دیگه 100% مخالفتم با اونا افزوده شد. بسیار. برای چطوره که شما با سر اون گروه و روش فکریشون مخالفید ولی شاگرداشون رو میارید و باشون مصاحبه میکنید؟ شاگرد یعنی چی؟ مصاحبه تایید میکنید فرمایشاتشون رو؟ شاگرد یعنی چی؟ شاگرد معلم نمیفهم. این مرسوم دیگه، یکی سر، یکی استاد، یکی شاگرده، یکی مراد، یکی مریده. حالا مرادشون و مریدشون چطور؟ مرادشون رو شما نفی میکنید ولی مریدشون رو میارید؟ خیلی ساده. باشون مصاحبه میکنید و مرتبا تایید میکنید حرفاشون؟ بسیار ساده است، جوابتو میدم. خیلی سوال خوبی کردی، ممنونم ازت. تخصصم تصادفاً زدی به تخصصم. من با نظام جمهوری اسلامی مخالفم، از روز اولم مخالف بودم، هنوزم مخالفم. هیچم کفشکتونی هم پام نکردم، تو خیابونم ندویدم. اینکه امروز همه میگن ما نبودیم، ما فقط رفته بودیم واسه دون تموشا، من به تموشا هم نرفتم. من ایستادم به اندازه عقلم، به اندازه شعورم، به اندازه فهمم، به اندازه قدرتم مخالفت کردم. یه نمونهش این بود که مثلا یه شب که می اومدم پیاده، تو منچستر زندگی میکردم اون موقع در انگلیس، دیدم یه پوسترهای بزرگ زده نوشته القائد اعظم امام خمینی، قائد اعظم امام خمینی. یادم میاد به درستی که ماژیک سبز تو جیبم بود، تمام اینا روش رو زبدر کشیدم. اون موقع که مثل امروز نبود که مثلا فرض کنید که توی شهری مثلا 50,000 دفعه اینا باشن، که یعنی محدود بودن، خیلی کوچولو بود دیگه. تعداد خارجیات، تعداد ایرانی ها در خارج کشور خیلی کمتر امروز بود دیگه، میشناختن همه. اگه من شما رو مستقیم نمیشناختم، ولی شما یه رفیق داشتی که اون رفیق شما با من آشنا، منو میشناخت. یه جوری با هم همه به هم وصل بودیم، چسبیده بودیم. سر کلاس مدرسه میرفتیم، بچه محصل بودیم. مثل امروز نه، همه صاحب بیزنس و شرکت های فلان باشیم، که همه بچه محصل بودیم. کلاس مرسه، ما مرسه اونجا میرفتیم، اون یکی مرسه، اون یکی مرسه میرفت. ولی شب که میرفتیم خونمون، دو نفر سه نفر با هم دیگه توی خونه زندگی میکردیم. اون توی مرسه دیگه میرفت، من توی مرسه دیگه میرفتم. اینجوری بود دیگه، میفهمیدیم، همون میفهمیدیم. گفتم آقا یه دونه داشتی امام محمد غزالی بلدی؟ از این میپرسم، میگم آقا تو که الان طرفدار آقای خمینی و اسلام نسی، به من بگو پدر دو طفلان مسلم کیه؟ نمیدونه پدر دو طفلان مسلم کیه. آقا این سوالا چیه میکنی؟ چه سوالی شما اما میکنی؟ با چکاره آقا خمینی خوبه؟
بنده با اینا مخالفم، با آقای اسمش چیه؟ فرخ نگهدا، با مهدی فتاپور تو سینه اینجور نشوندمش تو صندلی همینجا و قلص رو صفحه تلویزیون ازش پرسیدم، گفتم شما امروز اومدی اوج آقای خاتمی سال 2001 2002 بهش گفتم آقا شما امروز طرفدار آقای خاتمی و اصلاح طلبا هستی، شما رفتار اون روز تو تقبیح میکنی، میگی آقا سپاه پاسداران رو به سلاح سنگین مجهز کنیم، اعدام خلخالی، اعدام انقلابی، خطر جنگ جدی، اینا میگه همه مزخرف گفتم، جوان بودم جاهل بودم نفهمیدم، شما میشه دلیلی برای من بیاری که 10 سال دیگه نگی من اینا رو که امروز میگم اشتباهه؟ رفت و برگشت که این اصلاح طلبان مردن و نام فلان همه حرفاره میزن. اصلاح طلبی اینجوری، اصلاح طلبی که بد نیست که، اصلاح طلب خیلی خوبه، دیدی اصلاح دیگه، مصلحی شما، همش در حال اصلاح. همون موقع داریم برسیم که آقا شما راهش کدام است، رسیدن به این داستان کدام است؟ معلومه که من اینو قبولش ندارم، یارو مسلمونه، چیکار به یارو دارم، میرم باهاش حرفم میزنم نظرشم تایید میکنه. این به کل نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، اما یارو مسلمونه، چیکار رفیقم چیکارش کنم؟ بهش میگم غلط کردی نماز میخونی، بی خودی میری روزه میگیری، من در اون حد نیستم که. رضای فانی شاگرد نیه، رضای فانی خودی جزء یلان داستانه، جزء سران داستانه. اون چی که برای من مهمه اخلاق آدم است، اخلاق اخلاقی امر فردیه. من با این آدم مشکلی ندارم که، چه مشکلی من با رضای فانی دارم؟ میگه حرفت قبوله، اشتباه هم درسته، تو اینجا اشتباه میکنی، من اینجا اشتباه میکنم، همه اشتباه میکنی، چه حرفیه شما میزنی؟ در ببندیم برو آقا، شبت بخیر، تعطیل. اونجا که میزنیم ما تلویزیون رو تماشا کنیم کار نمیکنه، این یک. دومن این که شما گفتین این مردم ایرانی، من یکی برنامه رو داشتم تماشا میکردم مشترک نشریات اینا نمیشن، این درست نیست، الان برای تو ثابت میکنم. بفهم به دلیل اینکه همه رفقای من TSN و پلیبوی چنل و اینا مشترکن، مورد چیزای دیگر مشترک نمیشن. یه مسئله هم در مورد این فدرالیسم، اگر که بخواد در ایران تجزیه شه بالاخره باید یه رأی‌گیری باشه، مثلا از آذربایجانی ها که 5 میلیونش در تهرانه، اونا هم باید رأی بدن یا نه؟ اصلا این چنین چیزی ممکن نیست که مثلا آذربایجان از ایران تجزیه بشه، چون بیشتر آذربایجانی ها در تهران و جای دیگر، پس چه اتفاقی میفته؟ چون این حالا بلوچستان ممکنه نه اونم نه، آذربایجان یا تا کردستان همچین چیزی نشدنیه. نه خب برای اینکه کسی دیگه قوای خارجی بخواد بکنه که به جنگ داخلی منجر میشه، تنها راهش هم حالا همون فدرالیسم محدود برای الان که کم کم این رشد کنه، و نمیشه یه دفعه مثلا بگی خب مجلس درست کن، ولی خب انجمنهای محلی مثلا شهردارا خودشون انتخاب کنن، بوده 5-6 سال کم کم که مثلا در جای دیگه دنیا شد 100% صد غیر این به زور که نمیشه مردمو تابع چیزی کرد که، نه دیگه اون دوران تموم شد رفت. درست رضا شاه مگه الان بیاد نمیتونه چنین کار کنه؟ تموم شد رفت آقا، با اجازتون. خدا همینجا عرضم به حضورت که نمیدونم، من الان اینجا وبسایت رو میزنم، البته مال من زیاد صحت نداره، من الان وبسایت رو که بزنم، اگه بزنم رو مشاهده تلویزیون، خب تصویر مشاهده تلویزیون باز میشه دیگه، نمیدونم مشکلش در کجاست، نمیفهمم. ولی شما سعی کنید که کامپیوتراتون رو گهگاهی هم یه حالی بهش بدید، آب روغنش رو چک کنید، بالاخره ماشین هم که سوار میشی گهگاهی باتریش رو نگاه میکنید، آب روغنش رو نگاه میکنید، کارا هم باید بکنید دیگه. اینجا هم باید همین کار رو بکنید، آپدیت کنید، برید اونجا یه تو بخش استارت که برید، یه جا تو پروگرام ها، یه جا هم از ویندوز آپدیت، هر چنگایی اینو آپدیتش بکنید، بذارید که به روز بشه.
بعد فایروالاتون رو چک کنید، اینا رو باید چک کنید مرتب ببینید که مشکل در کجاست. من شما امروز یا اصلا اصولا کسی هستی که به من این مطلب رو گفتی نمیدونم. اگر که در نلبکی باز میشه، نلبکی معجزه نمیکنه. نلبکی اومده سر رای ما از همین جایی برمیداره که شما برمیداره، اون نمیره یه دکون دیگه بره بخره، که یه بازار دیگه مثلا نمیره بخره، که اونم همین این همین کاری که شما میکنی میکنه. فرقش اینه که اون رفته اون لینک رو از اونجا ورداشته، اون پشت قایم کرده، روش نوشته دگمه، بعد اونو هایپر لینکش کرده، نوشته مثلا میان تیوی، اینو میذاری همین همی وا میشه. چیز معجزه نکرده نلبکی حسین قلی، نایش معجزه ای نمیکنه. اونا میان از همین چشمه ای که وجود داره، از همین سورس استفاده میکنن. دو تا سورس ما نداریم، ما یه سورس داریم. البته ما حقیقتش رو به شما بگم، ما دو تا سورس داریم. یه سورسی داریم که در حقیقت یه سروری است که برای سمارت فونا، این تلفونای جدید کتابچه های چل برگی و اینا، دفترچه صد برگ، اندازه دفترچه صد برگ هم وزن داره. یکی اوناست و یکی هم توی روکو که تیوی باکس روکو هست، یا توی تیونینگ رادیو هستیم، روی شاتکست هستیم. اون یه سرور سوا داره، یه سرور هم هستش که همین ویندوزه که شما بتونید روی ویندوز بینید، یه دونم داریم که شما بتونید روی آیپاد و آیفون و اینا تماشاش بکنید. یعنی یکی برای اپل هست، یکی برای ویندوز، دو تاست. بفرمی. روزتون بخیر آقای دهقانی. روز شما هم بخیر. سعیدی هستم، عزیزم مدرم. آقای سعیدی، بفرمید آقای سعیدی. آقای دهقانی، من موضوع رو از دید دیگری نگاه میکنم که امیدوارم گرفتگوشا باشه. این رو عرض میکنم خدمتون. ببینید، دو بخش سرمایه‌داری در امریکا هست که جمهوری خواها از یه بخشی از اونها بسیلا حمایت میکنند و دموکرات ها هم از بخش دیگری. بخشی که صنایع نفتی و اصلاح سازی رو در اختیار داره، ترجیحاً جو تشنج باعث بهره‌وریش میشه. در غیر این صورت اگر تشنجی در دنیا نباشه، این بخش محکوم به نابودیه. در یک پریودی وقتی این بخش به قدرت میرسه، مثل پریود روی کار اومدن جمهوری اسلامی، همین که ما دیدیم بعد از مرگ خمینی اصلاحات جمهوری اسلامی شروع میشه، چون اتفاقا مسئله اصلاحات در دهه اول جمهوری اسلامی اصلاحات زمان شاه بود که سرکوب میشد. اصلاحات جمهوری اسلامی زمانی شروع شد که خمینی مرد. تا موقعی که خمینی وجود داشت، اصلاحات موضوعیتی نداشت در جمهوری اسلامی. بعد از اون اصلاحات جمهوری اسلامی شروع میشه و سرکوب اون آغاز میشه. در این مرحله سرکوب اصلاحات، در واقع هدف این بوده که در واقع این بخش تشنج خواه اسلحه ساز نفتکار امریکایی میخواستن که تغذیه بکنند از این قضیه. یعنی در هر پریودی یکی از این بخش ها چاق میشه، اون یکی تو نوبت ایستاده که نوبت اون بشه. تمام تحولات منطقه خاورمیانه کشور ما را از این جهت من نگاه میکنم و امروز هم موضوع اینطوری میبینم که بین این دو تا بخش رقابت سختی هست. هر کدام از اینا از یه جناحی از جمهوری اسلامی دفاع میکنند. جفتشون هم روی بقای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردن و بهش اعتقاد دارن. یعنی این مهره جمهوری اسلامی نباید حذف بشه، نه به خاطر اینکه منفعتشون در ایران تامین میشه، منفعتشون در تمام دنیا مخصوصا خاورمیانه تامین میشه. شما فراموش نکنید که تمام صنعت نفت خاورمیانه، میدونن اینا آخه من فرضیه است، اینا پایه نداره که اینا کسی. الان این مطلبی که عرض میکنم شما دقت بکنید، 75% تمام منافع حاصل از استخراج نفت در منطقه خاورمیانه تو جیب کشور. میدونم فرق نمیکنه. 75% آقا ببین، این تئوری بر مبنای اون سواره که آقای فلانی رو حکومتشو به هم زدن، اسمش چی بود، مرد قذافی رو زدن به خاطر نفت، شاه زدن به خاطر نفت، در حالی که چه قذافی باشد چه نباشد، نفت سبک لیبی میفروشه، چه شاه باشه چه خمینی باشه، نفت ایران رو میفروشن.
اینا یه تئوریایی که ما میبافیم برای خودمون، پایه نداره. من نمیبافم آقای میدونم، نه شما، شما از یه جایی گرفتی. شما به خاطر چی هست شد؟ به خاطر اینکه مردم ریختن تو خیابون. اول به دلیل این هست شد که نمیخواست ماجراجویی های اینا زیر بارش بره، به این دلیل حذفش کردن، به این دلیل حذفش کردن که صنایع کردنه. من کردن رو قبول ندارم، شما هی تعریف کنی کمک نمیکنه به من، بلکه من اون بیس شما رو قبول ندارم. خب وقتی من بیس شما رو قبول ندارم، مثل اینکه من با شما با من چاینیز حرف بزنی، من نمیفهمم. به نوع دیگری از زاویه دیگه این قضیه رو نگاه کنیم. الان 90% دعواهای درون امریکا بین مدیای ایرانی دعوای بین اصلاح طلب و حاکمیت، اصلا هواداران و مخالفین جمهوری اسلامی از پادشاهی خواهان و دیگران گرفته، همه اینا در حاشیه هستن. همه این دعواها جنگ زرگری بین دو جناحه. نه، جنگ زرگری نیست، یه جنگ واقعیه. توضیح میدم آقای سعیدی، ممنونم ازت، سپاسگزارم، مرسی، چون به بیراهه میبری، مثل اون حمید که به بیراهه رفت. حمید جا، من بذار برای یه نکته بگم، ترک زبان ها رو میشناسی، باشون آشنایی، میدونی، ولی شما میدونی که چقدر از ترک، از بلوچ ها در منطقه ترکمن صحرا زندگی میکنن؟ اصلا بین ترکمن صحرا که یه فضای دیگه است، یه آب و هوای دیگر دارن، یه منطقه دیگر است، دشت ترکمن کنار دریا، آب، زندگی با یه بلوچی که خوش بیابون لم یزرعه، دوتا فضای مختلفه، ولی اینا اونجا زندگی میکنن، دائما در ترددن، در ازدواج با هم دیگه هستن، ترکمنه با بلوچه عروسی میکنه، بلوچه با ترکمنه ازدواج میکنه، دائما اینا دارن، اون اتفاق اونجا میفته. این فقط در مورد آذری زبان ها نیست، سایر ملت ها اینطوریه. میدونی چقدر کرد در مثلا شمال خراسان وجود داره، درگز و نمیدونم فلان، اینا همه کردن، یه به هم بافتگی وجود داره. در مورد این نوع تئوری هایی که آمریکا و نمیدونم صهیونیست جهانی، عزیز من، شما چرا اینجوری نگاه نمیکنی؟ هر کدوم از اینا عوض بشن، در اون که قدرت دستشه فرقی براش نمیکنه، کارگره. شما اینجوری بیان میکنی که این مثالش برات بزنم اینه که دیدی بعضی وقتا این ذهنیت ها وجود داره که من اگه مثلا اینجا چی بشم، این شرکت همش منه، من اگه برم این شرکت ورشکست میشه، من اگه برم اوستای من بدبخت میشه. نه آقا، اوستا بدبخت نه، اوستای به یه کارگر دیگه میاره، حتی هم ارزونتر استخدامش میکنه. اتفاقا امکاناتی که تو تا حالا کسب کردی رو به اون نمیده، اون باید شروع کنه دونه دونه تا اینا رو به دست بیاره. این درست مثل همونه، این تفکریه که بگی که اگه من برم این دکون میخوابه. نه آقا، دکون نمیخوابه، دکون راهشو ادامه میده، میره یه کارگر دیگه میاره. این دنباله همونه. تو باید یه کاری بکنی که تو بشی صاحب دکون، تا زمانی که کارگری که همین وضع داری. خب این دکون بیرون نمی کنم، میره یه دکون دیگه، تو هم بیکار نمیمونی، خب تو هم میره یه جا دیگه استخدام میشی، یا بهتر از شرایط قبله، یا مساوی شرایط قبله، یا بدتر از شرایط قبله. ولی اون چی که اتفاق میفته برای اون کارفرمایه، حداقلش اینه که از نظر مالی میره یکی رو استخدام میکنه، حقوق کمتر اونایی که تو تاله کسب کردی رو بهش نمیده. حالا شانس بیاره که اون آدمه نمیدونم درست باشه، درست عمل کنه، درست عمل نکنه، اون برای عمل، مثل شماییست که رفتی یه جای دیگه، معلومه این کارفرمایی که رفتی پیشش تازه شروع کردی، مثل اون قبلیه، اون امکاناتو بده نده فلان، ارزش کارتو بفهمه نفهمه، این تو همین مایه هاست. شاه ایران اشتباه کرده، خیلی اشتباه کرده. بهش هم گفتن آقا این اشتباه نکنی، مثل خامنه ای که بهش میگن آقا اشتباه داری میکنی، نکن این کارو. رفیقاش بهش میگن، ما که بهش نمیگیم که. فرخ نگهدان نگرانه که آقا شما به سرنوشت شاه اعلیحضرت مبتلا نشوی، خدای نکرده. این راهی که داری میری راه اعلیحضرت، نرو این راه.
تش کوچه خاکی بنبسته. دوستانش بهش میگن، دشمنانش که بهش نمیگن که. ولی اون در یه موقعیتی قرار میگیره که میگه آقا من با آقای هاشمی خیلی رفیقم، ولی آقا این آقا رو میخوام بذارم نوکرم باشه، نمیخوام شما باشی، شما مزاحم منی، برو بیرون، بیرونش میکنه. اینجوری نبینید دنیا رو. به انسان اعتقاد داشته باش، باور داشته باش، به انسان باور داشته باش، به خودت باور داشته باش. راه نمیده به اینجا، به راه میده. اینجایی که بهت راه میده چیکارش میکنی؟ چه کمکی به این میکنی؟ میگی ندارم، من نمیتونم کمک کنم، بعض مالیم خرابه. انگار گفتی مثلا مایی 3,000 دلار بیار اینجا بده، مایی 5,000 دلار بده. بودیم آقا مایی 10 دلار، 20 دلار، روزی 1 دلار، روزی 1 دلار پیدا بشید، روزی 1 دلار بدید. 30 نفر، 30 نفر پیدا بشید، روزی 1 دلار بدید. میشینی میگی یه کسایی یه جای دیگه یه جوری دیگه، اینا رو بریز دور، اینا به درد ما نمیخوره، کمک ما نمیکنه برادر. بفهمی شما، بفهمی شما، بفهمی. درود بر شما جناب بهوانی، من پیام هستم. آقای پیام، اشتباه های شما رو ممکنه لطف کنید بگید که ما آشنا بشیم؟ خیلی متشکرم. ممنونم از شما، متشکرم. حالا من تا اونجایی که فهمم میرسه، تا اونجایی که شعورم میرسه، یک اشتباه بزرگش اونجا بود که مثلا وقتی که آقای سید جهادی بهش گفت آقا من صدای شکست تیر سقف رو دارم میشنوم، بیدار شد. یه اشتباهش این بود، نشنید صدای هرست آوار دریغ رو، نشنید. بفهمی شما، بفهمی. سلام علیکم. سلام قربان. زنگ میزنم. آقای رضا از روسیه، خیلی خوشبختم. بفهمید آقای رضا. یه چیزی الان شما گفتید که اگر این بره اون بیاد، اینها همه چی میخوابه، اینها این چقدر ما از سر خودمون معطلی فکر میکنیم که همه چی به ما بستگی دارد، اگر ما نباشیم و شاه نباشد اینها دنیا دیگه کارش نمیگذره. و این دوستانی که از بلوچستان حرف میزنن یا خوزستان یا کردستان، گاهی رفتن اصلا زاهدان ببینن کنار جوبای آبش داره از توش فاضل آب رد میشه. نوانه مسجد سلیمان رفتن که ازش بزرگترین مخزن گاز شاید جهان باشه، از تو خیاباناش بوی گاز داره میاد برو، خود مردمش گاز و نفت ندارن. نه کردستان رفتن وقتی که 1 متر برف میاد، اینها باید پهل گاه رو عشق بسوزونن. نه والا، ببخشید. ممنونم. نه والا، از راه دور میخواد همه چی بهش بشه، از من کاری نخوا، چون که یه عده اونا هستن، دموکرات ها و ریپابلیکن ها در امریکا قول هایی هستن، سرمایه داران بزرگ هستن، بزرگ باشن، من هستن. نه یعنی هیچ مملکتی پیشرفت نکرد در دنیا، چرا که آمریکا نخواست. ما نداریم مثلا کره رو نمیبینیم، ما مثلا مالزی رو نمیبینیم، ما سنگاپور رو نمیبینیم، ما اینا رو اصلا نمیبینیم، ما هند رو نمیبینیم، ما اینا رو نمیبینیم. چقدر انگلستان در هندوستان قدرت داشته، امروز چه شرایطی داره هندوستان؟ برزیل 20 سال پیش از این، برزیل فقیر بود، دور هم جمع می شدن این گروه ها، پولدارا می گفتن آقا مثل حاجی که ورشکست شده، می گفت آقا اگه ورشکست بشه فایده نداره، بریم باش کنار بیایم، بریم یه تومن رو بهش بفروشیم 2000، بالاخره 2000 بهتر از هیچیه. خب این نمیتونه 2000 رو در بیاره، چیکار کنیم؟ آقا یه پولی بهش میدیم این راه بیفته بره کار کنه، 2000 ما رو به ما بده، یه تومن ما 2000 بهش مصالحه کنیم. امروز برزیل رفته اونجا وایساده حرف داره آقا برای گفتن، رفته به پرتغال
صاحبش بوده، مالکش بوده، به پرتغال ورشکسته میگه آقا نرو بانک جهانی پول قرض کن، بیا من اینقدر بهت میدم بلا عوض مال خودت، اینقدرم بهت میدم با بهره اونی که کمتر همه تو بازاره چنده، من 10% زیر اون به تو میدم. برزیل و بگیم چون پرتغال اونجا بوده است دیگر برزیل نباید برزیل شود. نه آقا، مدیران جامعه جامعه رو متحول میکنه، تو نداری اون عنصر رو. بفهمی شما آقای بهبانی، من دوباره منصورم، ببخشید من دوباره مزاحم شدم. من آقا هنوز با این مطلب شما که اون روز هم صحبت شو کردین که شما میگی همین الان مثلا شما گفتین که من و سننه، یعنی برمیگردی به این که آمریکا اینو کرده اونو کرده و فلان، کاری با اینا نداشته باشید. ببین آقای بهبانی، پرابلمی که مثلا من خودم رو الان میگم من باش دارم، من میخوام حرفم در اینه، الان داخل مملکت اقتصاد مملکت ما، خب الان داخل مملکت این گرونی و فلان و اینا این اتفاقایی که افتاده یا داره میفته، این به خاطر عمل من و شما که نیست، یعنی به خاطر کاری نیست که من کردم یا شما کردی که این اوضاع رو به میان آورده. پس چیه این سوء مدیری؟ از سوء مدیریت. نه عزیزم، نه عزیزم، نه قربون، نه عزیزم، نه عزیزم، نه نه بعد کوچه خاکی، از سوء مدیریت نظام فاسد جمهوری اسلامیه. چیکار با آمریکا داری آقا؟ از سوء مدیریت نظام فاسد است. چرا تو میخوای گناه اونو بنزی گردن یکی دیگه؟ دزده اومده اینجا، تو میگی این دزده، نه این دزده رو ول کن، اینو باش کاری نشته بود، بریم بگردیم ببینیم که پدر بزرگ این چه لقمه حرامی خورده است که به این با پدر بزرگ مرده، ما نمیتونیم بریم اون تو قبل درش بیاریم که این دزدی کرده. یخشی میگی آقا چرا دزدی کردی؟ شما اینو میخواد ول کنی بری دنبال یه آدم هوا، منو میفرستی به هوا، من زورم نمیرسه به اون که. راه حلشو بهت گفت یه ساعت پیش، همین آقای فانی راه حلشو گفت، گفت نگاه کن، شما نگاه کن، اگه دختره نمیدونم دانشجو اینطوری باشه همه دور 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 میکنن، کارگران اونجا رفت مددی از زندان اومد بیرون، کدام این تلویزیون رفتن بگن آقا درود بر شرفتون که آقای مددی اومده، شما کارگران رفتین اونجا دمتون گرم. میگه نه فضا بسته، بسته، ما تو فضای بسته نمیتونیم کار کنیم دیگه، چون نمیتونیم کار کنیم چی کار کنیم، میوان میسیم منتظر میشینیم تا فضا باشه وقت دوباره مانده. این اون حرف اون مرد که مهمله که میگه کامبیز جا، آخه میدونی من رفتم رای دادم، برای که اگه رای نمیدادم که نمیتونست فرش کنم رای من کوکه. نگاه کن، شرمنده از شما که تکرارا رو میبینی، ولی چاره چیه؟ تو اینو میخری، منو نمیخری، برم سراغ آمریکا، برم دنبال آمریکا بگردم، گناهش گردن آمریکا بندازم، میگم آمریکا گفت فلان به ما. میگه درا بسته، فضا بسته، ما نمیتونیم کاری بکنیم، صبر کنیم که فضا فاس شد، وقت ما میگیم میگیم میدین کامی چیه همه رای دم چیه که رای من کودیگه، نمیتونم که رای ندم، میگم رای من کن. همون موقع فریاد کشیدم گفتم آقا شما نمیتونی ببندی دستبند سرزوری رای من کن، ولی تو رای دیدی که رفتی دنبال رایت میگردی علا حضرت همایونی. نه مقتوم بود چیز کنیم دیگه، باید همه هنگ کنیم با اونو چیزی دیگه، اتحاده، یعنی مثلا اتحاد کنیم با پشتیبانی از مردم ایران. دروغ بگین، یعنی پشتیبانی میخوام، یعنی دروغ بگین. یه عکسی سالها پیش وجود داشت که من یه موقعی اینو اولای همین تلویزیون میهن اسلاید شو درست میکردیم فلان میکردیم،
عقلمون نمیرسید، زیاد زحمت میکشیدیم، اومدیم رفتیم که چیز کردیم و اینو درست کردیم. یه عکسیه، یه بچه است و این رفته دستشو گوشته زیر چرخ ماشین. دیدی اون عکس رو دیگه؟ کجا رفت؟ این عکس رو دیدی؟ که یارو بچه دستشو گوشته زیر چرخ، چرخ ماشین، یا یه پیکانی داره رو دست یارو رد میشه. نوشته که آقا ببین مجازات، سایت ترکیه، یه ترکی ترک زبانی نوشته که آقا نگاه کن مجازات شریعه در ایران است. این بچه نون دزدیده و به خاطر نونی که دزدیده اون وقت اینها رفتن نمیدونم این چی کردن، چی کردن؟ مجازات اسلامی کردن به خاطر بچه. در ایران یک پسر 8 ساله نان دزدیده بود، او را طبق شریعه اسلامی مجازات میکنن. یه عکس دیدی دیگه؟ هزار دفعه یه عکس دیدی. حالا باز نمیشه. شریعت عدین آنم دارم فلان بهما به خاطر که نون دزدیده، این یارو با بلنگو وایساده و این بچه نون دزدیده، به خاطر این اومده این کار کردن. نه آقا این آدم فاسدی یا بابای بچه بدبختش رو برده از این را نون در میاره، به جای انتر و لوتیش رفته سراغ این کار. این انتر اون یاروه. نوشتم که در پاسخ به این ماجرا این رو نوشتم براش. همون حرف تکرار همیشگی، همون تکرار کرد. نشتم ببین بابا، اصلا نظام جمهوری اسلامی خودش به ذات خودش اصلا دروغه. ما نیازی نداریم به این دروغه دروغ اضافه کنیم. چرا ما رو ضایع میکنی؟ دروغ رو چرا به دروغ میامیزی؟ خودش دروغه، یعنی اصلا ذاتش دروغه. اینقدر دروغه که کروبی گفت نه اسلام نه جمهوریه. دیگه اون هم من که بهتر میدونه که هم شیخه هم توی نظام خدمت کرده، حکم حکومتی هم امضا کرده. میگه نه اسلامی، خود دروغه. چرا ما دروغ به این دروغ اضافه کنیم؟ برو بگو آقا این کارگر بدبخت، این یارو بیچاره، این پدر است، نشسته بچه شهرده، میگه آی مردم ها جمع شوید، یکی 5 تومن بده، یا اولفر زنجی پاره میکنه و چند دست چه چق پیکان میره، 5 تومن بده، جوون مرد اول کجاست؟ ارتزاق میکنه از این راه. اینو راستشو بگو که بهتره که
شما با من اختلاف داری آقا، خیلی اختلاف داری آقا منصور، راست میگی، خیلی اختلاف داری. شما دوزه رو ول کردی رفتی دنبال یکی دیگه میگردی. این هی حاضره، این جلو نشسته. شاه یه اشتباهش همون بود که گفتی، پرسید آقای پیام، پرسید که آقا اشتباهشو بگو. اشتباهش این بود که بهش گفتن نکن. همین آقای ودیعی برو نوارش اونجا وجود داره، برو ببین تو همین سایت ما هست، برو نگاه کن ببین مصاحبه کرده چی گفته آقای ودیعی. دیگه یعنی من و شما از آقای ودیعی به دوره پهلوی نزدیکتر بودیم؟ نبودیم که. میگه نکردن. گفتیم که آقا چرا نمیگه؟ رادیو گفته. گفتم آقا رادیو، این رادیو صداش تا قزوین هم نمیره. ما یه ایرانی باید این پیام ما رو بشنوه. تو میگی رادیو گفته، رادیو صداش به قزوین هم نمیرسه. چی رادیو گفته؟ چه اشتباه شینا بوده. بعد کمکی به من نمیکنه الان من برم اونا در بیارم بگم آقا شما اشتباه کردی. تموم شده. فاتم از سلبات. سلبات. بهش بفرست بره. میشه برگردونیم سویچ کنیم برگردیم آقا؟ هادی خورسندی گفت آقا این چک نویس نوشته حالا میخواد دوباره پاک نویس بنویسه. بعد جناب علی مدیکو و آقا معاون وزیر، شما خونتون قیاسی بود؟ نه آقا، شما نیاورون میشینی آقا. آقا گرفتاری، دوستان داریم، مشکل داریم، مسئله داریم، گوش نمیدیم، تو دنیا و یه توهم خودمون پرواز میکنی. شما رئیسشو قبول نداری، بعد اونو میاری، نوکچشو میاری، شاگردشو میاری، یه استدلالی میکنی. اگر من آقای فانی رو امروز آوردم، اگر این برنامه رو گوش بدی میفهمی. چند نفری شما که جمهوری خواهی؟ تازه اونم اشتباه گفت، اگر چی بود؟ اسمش گوگوشو بیارم بوزر. یه دفعه اون اتفاق افتاد، یه با دیگه دوبار نشد که، یه دفعه شد. میستری بود، میخواست اون میستریشو کشف کنه، دنبال نوستالژی بود، دنبال میستری بود، دنبال اونا بود. بعد اومد یه دفعه رفتیم خانم آجیان کنسرت گذاره توی واشنگتن، گوه آقا این حیثیت ما رو این خانمه با بچهش تو هتل و موتل همه جا بردن. انقدر کوکائین زده بودن، عرق خورده بودن، همه رو دیوار در دیوار که تو بالا آورده بودن. یه سالن گرفته بودن 2000 نفر. تو اون بلیت 400 دلار هم نه، بلیت 30 دلاری. سالن 2000 نفری 800 نفر آدم آورده بود با بلیت 30 دلاری. یه دفعه اتفاق میفته. میگه بهترین حالتش اون بوده که ما در برلین جمع شدیم 700 تا آدم رفتیم اونجا. تازه 700 تا فرمانده، نه 700 تا سرباز جان بر کف فلان، نه فرمانده زیر کولر بشین اونطوری. سرباز نیستن اینا که، اینا که جان برکف نیستن که. جان برکف اونه که تو ایرانه، اونه که الان گوشه زندانه، اون جان برکفه. سر عقیدش ایستاده، یک ذره مماشات نمیکنه، پایینم نمیاد. در مورد اون سوالی که فرمود آقای آروش، داستان اینگونه بوده است که باز تعریف کردم که اینا در یه جلسه آقای نوریالا در نیویورک در یک شبی نشسته بودن. تو همین تظاهرات نیویورک آقای نوریالا بحث آلترناتیو رو مطرح میکنه، آقای سازگارا و همه و همه و براتی و مراتی و اینا همه داد بیداد میکنن. همینایی که امروز هم داره میگه، همینا رو، همین مزخرفات رو میگه. نوریزاده اونجا میگه آقا حرف اینو بفهمیم ببینیم چی میگه، گوش بدیم به حرف اینو چی میگه. چون این سمت گیری میکنه به سمت نوریالا، وقتی که در واشنگتن این جلسه برقرار میشه
و نوری علا هم ایستاده اونجا و میگه که آقا باید پخش مستقیم کنید و اگه پخش مستقیم نکنید برید پلیس بیارید، من نمیذارم این جلسه برگزار بشه. من به این شرط چرا میگه نیم دلانه وارد شدم؟ دلم نمیخواسته برم، مجبور بودم برم، برم از حیثیتم دفاع کنم. این که میگوید چرا این اقلیت ها این گونه رفتار میکنن، این بیچاره ها رو بردی سینه کش دیوار گذاشتی بهش میگی جدایی طلب، این بیچاره ها فقط باید بیان ثابت کنن که آقا ما هستیم، ما تمامیت ارض ایران رو قبول داریم، ما ایرانی آباد و آزاد یک پارچه میخواییم. هی بشین بگو آقای چه اسمش دکتر صدرالاشرافی، آقا این اون یواشکی اون زیه وشکون میگیره، آقا یوسف میگه اون یواشکی اون زیه وشکونم میگیره. دوری الان میگه آقا شما مگه نمیگی اینا تجزیه طلبه؟ راه مقابله چیه؟ بری خلع سلاح کنی. چگونه باید خلع سلاح کنی؟ بری با این احزابی که وجود دارن توان اینو دارن که شهر رو ببندن، کردستان رو به تعطیلی بکشن، نشون دادن. همین پارسال بود در اعدام، یکی از این اعدام ها شهر رو به تعطیلی کشونده، میگه برو با این بشه حرف بزن ببین چی میگه، حرفشو گوش بده. نه اینا تجزیه طلب آقا، من میدونم دیگه، شما نمیخواد با من میدونم، تو من نمیخواد با من دیگه، من خودم میدونم. آمریکا با این جهانخواران نفتی همه اینا دارن این بازی میدن، شما نمیفهمی. میدونم این جهانخواران تمام دنیا رو به بازی میدن، اما ممالک دیگر هم نگاه کن، یونان رو نگاه کن، اون یکی رو نگاه کن، اون یکی رو نگاه کن، وضعیت خودتو با اونا بسنج. نه آقا ایران رو خواه عراق کنن، ایران توان عراق شدن ندارد، ایرانی عراقی نیست، سه سنگ با هم فاصله دارن. ایران یک کشوری که بوده هست، اینا کشورهایی هستند که 100 سال دیگه خیلی بگردیشون کمتر از 100 سال سابقه دارن. این امارات ممارات که به 30 سال 40 سال 1970 تا الان چند سال میشه، همه عمرشون انقدره. آقا مجتفش خیلی مزخرفه، چرا میره ایران میاد؟ خب بره ایران بیا. نه این با رولا حسینیان که ادارهش که دست اداره رولا حسینیانه، این اونجا میره. خب بره، خب بره بیاد اینو بگه، بگه تو بگی که آقا اینجوری نیست، اگه یکی اومد در خونه شما رو در زد گفت من صاحب خونم، شما را نمیفتی بری کلانتری، اون باید بره کلانتری شکایت کنه بگه آقا بر اساس این دلایل این خونه منه، این آقا باید توش غصب کرده. کلانتری شما رو صدا میکنه، شما میگه آقا این سند منه، سابقه منه، اینم محل استشهاد محله من، این خونه مال پدرم بوده هنوزم مال ماست. شما را نمیفتی بری کلانتری هر کی اومد در خونه تو در زد، اینو باید اون به تو بگه. هیچی که حرف میزنه درست مثل بچه‌ای که درسش خوب خونده تونتو میاد سر کلاس میگه چون که در شکل مقابل سر هفته هفته میبینید اینطوری است، نمیاد بگه گاو حیوان نجیبی است چون که شیر میده. به هر حال بر اساس اون سابقه وقتی آقای نوریزاده میگه که ازش دعوت میکنن که شما بیا حداقل تو جلسه نیومدی، بیا تو همین هتل تو عوض کن، بیا تو هتل کنار هم باشیم، آقای براتی حراسناک میشه، میگه اگه نوریزاده بیاد و نوری علا هم باشه این دوتا در کنار هم دیگه، این اونو تایید میکنه اونم تایید میکنه، این دوتا پررنگ میشه، ما میبازیم این وسط. اگر ایشون بیاد من و زنم این جلسه میریم بیرون. امیر حسین هم برای اینکه شخصیتشو در یکی دیگه جستجو میکنه میفته این وسط. امیر حسین همه دانش و شخصیتشو از مرداد مشایخی گرفته، حالا که مرداد مرده اونم یتیمه نداره.
خیلی از این سازمان ها هستن قطنما دارن، مثل سازمان مجاهدین. روزگاری سازمان مجاهدین قطنماش عرفات بود، هرچی عرفات میگفت اینا میگفتن درست، هر جا میرم میگفت اینا میگفتن ما هم با هم جانم، قطنماشون بود، راهنماشون بود. اون مرده، اینم یتیم شده، نداره قطنما پیدا کنه. اون رفت پشت سر صدام، اینا هم رفتن پشت سر صدام، برای اینکه قطنماشون یاسر عرفات. اون یکی قدنماش روسیه است، هرچی روسیه بگه اینم همونه میگه. بیش از این مصده اوقات شما خوبان و نازنینان نباشم، اجازه مرخصی میخوام تا روز یکشنبه. امیدواریم که بتوانیم یکشنبه گفتگو کنیم با آقای دکتر ودیعی. مثلا آقای ودیعی، ما اومدیم گفتیم آقای ودیعی بیماری گوش داره، ناراحته، به همین دلیل نمیتونه که برنامه اجرا کنه. آقا بریم زنگ بزنیم بریم آقای ودیعی چرا گوشش ناراحته. من اصلا زنگ نزدم. بعد آقای ودیعی زنگ زد سر یه موضوع دیگه، گفتم آقا میدونی چرا زنگ نزدم؟ برای اینکه من زنگ بزنم به شما بگم چی بگم، حالتون خوبه؟ شما میگی نه گوشم درد میکنه. خب وای گوشه درد میکنه، پس چرا من چی تو این گوشه درد تو بگم که تلفن دستت میگیری گوشه درد میگیره؟ چه بگی پرسم از تو؟ فهمیدم گوشه درد میکنه دیگه، دیگه نباید به تلفن کنم. ولی میگو آقا بدبخت شدم، یه چیزی گفتیم به جای اینکه تلفن نزنه حالا همه تلفن میزنن احوال پرسی کنن. آقا یارو گوشش میگه گوشم درد میکنه، نمیتونم گوش تلفن دستم بگیرم. نه بریم ادب حکم کنه، ما بریم احوال آقا رو بپرسیم، ادب حکم کنه دیگه. آدمی که بدیهیات را نداند بپرسی مثلا چی میشه، مثلا خوب میشه گوشی یارو خوب شد الان همه گوشیش، فردا خوب شد. بعد یه گفت بیچاره شدم قلبه، اصلا هیچ وقت عمرم بهم اینقدر تلفن نمیشد که این مدت به این تلفن میشه. هوی که گفتم گوشم درد میکنه. به ساده، ایستوی ساده، بدیهی، بدیهی. دنبال آمریکا میگرده، دنبال تناقض بین نمیم ریپابلیک دموکرات میگرده. به تو ما چه مربوطه آخه؟ تو چی کار این وسط؟ جامعه‌ای که فرماندهش روشن فکرش بگوید که هزار بار اینو دیگه شنیدی دیگه، اینم نشیدی؟ میگه ما که اگه بگیم که تأثیری نداره، اونا خب میخوان جنگ کنن میکنن، نخوانم نمیکنن. در دوران جنگ عراق مگه یادت هست چند میلیون آدم تو خیابون اومدن تظاهرات ضد جنگ کردن؟ شنیدی از یکی از این غربی ها بگه اینا بالاخره جنگشونو که بکنن که میکنن، گوش به حرف ما نمیدن که ما چرا بیایم تو خودی تو خیابون تو سرما بایستیم سگ لرز بزنیم؟ آقا بریم گوشه بار بشیم که تو آبجو بخوریم، یه سیگاری بنگ بزنیم، نشه کنیم، حال کنیم. شنیدی ازش از این حرفا؟ یا دیدی نه اومده آقا تظاهرات میکنه، حرکت میکنه، میاد تو خیابون؟ بفهمید، بفهمید ایجا آقای بهوانی، اجازه بفهمید؟ نه ایجا من شبت بخیر بابا، بس دیگه، یه حرمت هم نگه دارید بابا، بس دیگه. فری راید هم یه حدی داره، یه جایی داره. ما رو حال پنجشنبه فصل کردین شما، اما من اینجا وا نکردم شما بیایی که حرف خودتو بزنی. که میخوای این کارو بکنی دست کن جیب مبارک. چرا باید احمد از اونجا که مریضه، که سوسیال میگیره، که فلان میکنه پول بده که تو حرف بزنی؟ هیچ دیدی احمد بیاد رو حرف بزنه؟ هیچ دیدی کوروش بیاد حرف بزنه؟ هیچ دیدی بهروز بیاد اینجا حرف بزنه؟ هیچ دیدی عباس بیاد اینجا حرف بزنه؟ هیچ دیدی اون یکی بیاد اینجا حرف بزنه؟ مهری بیاد حرف بزنه؟ ساسان بیاد؟ ندیدی این چیزا که این اسمایی که این زیر می‌نویسیم؟ محمد رضا کجاست؟
تا حالا دیدی آقای محمد رضا از آلمان زنگ بزنه به ما؟ سیروس تا حالا دیدی؟ صدا شنیدی؟ والا من نمیدونم اصلا اگه کی هست، صدا شم نشیندم. سیروس و بری از دانمارک صدا شو نشیندم تا حالا. همیرا در نیوزیلند یه بار زنگ زد آقای اسم منو بنویس تمام. او یه ذره بابا اقلا فکر کنید، به خودتون فکر کنید، دنبال تغییر جهان نباش. بابا جهانو نمیخواد تغییر بده قربونه، چهار دیواری خونه تو بپا. هاتف سین در انگلیس اشتری زنگ بزنه سیروس میم در یاهو، آدرسش هم نمیدونیم کجاست. نه آخه من میدونی وضع اقتصادی بعده، اینه که خیلی دلم میخواده ولی چون وضعم بعده. انگار گفتیم به یارو $5,000 بیار بده اینجا، این با روزی $1 بیار کمک کن، روزی $1. هیچ اینا ادعا هم ندارم از روی این که اینجا مونده، این که این تلویزیون مونده، این که این تلویزیون سرپا مونده، به خاطر دایره عشقی است که اینا ایجاد کردن، نه من نه تو، اون عشقی است که اونا درست کردن. بهرام هیچ صدا شنیدی از ویرجینیا؟ نه. نه اینکه چون پول داده حق داره، پول نداده حق نداره، همگان حق دارن. اما اما ولی یه دونه بی اما ولیشو بیار قربونه. گوه این جنسه که میبری خیلی جنس خوبی ها، نشگیشم با حال، اما گوه آقا یه بی اما ولیشو به ما بده قربونه. با آرزوی آخر هفته پر از شادی و سلامتی برای همه شما خوبان و نازنینان، با تشکر از همه همراهی های شما، همه عشق شما، همه شمایی که در بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانید، با تشکر از همه شمایی که روی خطای تلفن میاید نظراتتون رو بیان میکنی و تحمل شما که صبر میکنی و به من اجازه میدی که من اینگونه افسار گسیخته در مقابل شما حرف بزنم، با پوزش از اینکه اگر شما را آزار دادیم در طی هفته و در هفته های گذشته، با امید اینکه بتوانیم فضای بهتر رو در فردای پیش رو داشته باشیم. امیدواریم که روز یک شنبه بتوانیم، آقای ودیعی گفته که روز شنبه خبر میدهد دارویی که اثر کرده یا نکرده، خبر میده که بتوانیم با ایشون باشیم. آقای دکتر بهرام بیگدلی هم برای روز دوشنبه عذرخواهی کرد، گفت اصلا در آلمان نیستم که بتونم همراهی کنم با تو. ممنون، تا فرصتی دیگر، سپاسگزارم.